أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. توفیقی شد که یک بار دیگه در این مکان مقدس محضر شما مؤمنین و مردم ولایت مدار این منطقه شرف حضور داشته باشم و گرامی بدارم یاد و خاطره دلیر مردانی که تمثال مبارکشون در این دیوار نقش بسته، به خصوص حاج احمد عزیز، حاج محمد عزیز، داوود عزیز، بقیه دوستان ما، همین شهدای به خصوص کربلای 4 و کربلای 5 و به ویژه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که در آستانه 42 سالگرد انقلاب و در انتهای 41 سالگرد انقلاب با شهادتش همچنان فضای سال 1357 رو برای ما زنده کرد. خدا رو شکر میکنیم که هنگام عزاداری و ذکر مصیبت آیا عباسی، من این جوانای عزیز رو نگاه میکردم، کلی حاج احمد مایلی و حاج محمد ناظری و قاسم سلیمانی توی این بچه ها میبینم و خدا رو شکر میکنیم که بعد از گذشت 41 سال انقلاب شکوهمند اسلامی همچنان انسانهای بزرگ و سترگی رو میپرورونه که محصول اسلامه. مستحضرید که محصول اسلام پراید و موشک و پوشک نیست که ما متر و میزانی داشته باشیم بگیم آقا موفقیت اسلام در این بوده که ماشین خوبی تولید شده، آسفالت خوبی کردیم، ساختمانای خوبی ساختیم، قطار و هواپیمای خوبی تولید کردیم، موشک و انرژی اتمی ویژه‌ای ساختیم. محصول اسلام انسانه. اگر انسانهای خوبی تربیت شدن، اسلام پس کارایی داشت. اگر انسانهای خوبی تربیت نکردیم، ما هنوز اسلام رو پیاده نکردیم. و مستحضرید که ایدئولوژی مارکسیسم میگفت انسان تراز چگواراست. هنوزم بعد 60 سال تو کشورهای غربی جوانا رو تیشرتشون عکسای چگوارا رو میزنن. جوان آرژانتینی که از کشور خودش اومد رفت توی مکزیک جنگ چریکی آموزش دید و همراه فیدل کاسترو رفت کشور کوبا رو آزاد کرد، مدتی در کوبا شد وزیر اقتصاد، لباس وزارت در آورد و گذاشت زمین و رفت کشور بولیوی رو آزاد کنه. اونجا خب بیماری هم داشت، به دست سازمان سیا کشته شد. 60 سال چپ ها و کمونیستا تو دنیا وقتی میخوان بگن جامعه آرمانی مارکسیسم یعنی چی، کمونیسم یعنی چی، میگن آقا ببین چگوارا، انسان آزاده. اینجوری ایدئولوژی روبروشن ایدئولوژی لیبرالیسم میگه انسان تراز ما یعنی سلبریتی دیگه، یعنی انسان ویژه‌ای که لاکچری زندگی میکنه، حیات لاکچری داره، ساعتش، مواش، لباسش، ماشینش، کفشاش، همه چیزش متفاوته. فوتبالیستا و هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و از لیونل مسی گرفته تا بقیه‌شون، اینا میشن انسان تراز جامعه لیبرالی. وقتی میگیم لیبرال ها چه انسانی به جامعه معرفی میکنن، انسانی نیست که اهل ایثار و گذشت، نه، قهرمان هایی توی سینما و قهرمان هایی توی ورزش. و اما اسلام نه کسی مثل چگوارا تحویل جامعه میده، نه کسی مثل این سلبریتی هایی که الان به عنوان انسان های تراز جامعه آرمانی لیبرالی مطرحن، کسانی که مؤلفه اصالت لذت رو رقم میزنن، لایک خورشون تو اینستاگرام بالاست، بلکه انسان تراز انقلاب اسلامی همین شهدایی است که ملاحظه میفرمایید. قاسم سلیمانی است دیگه. هنوز 7-8 روزه همه جهان در بهت و حیرته که این تشییع پیکر مطهر حاج قاسم با این حجم از استقبال مردمی چه دلیلی داشته. چرا؟ مگر 30 سال نمی گفتن آقا هرچی پوله داره میره لبنان و
فلسطین، ما خودمون فقیر و بیچاره داریم، چرا کمک میکنیم؟ خب میدادن به این دیگه. مگه نمیگفتن در ماجرای داعش که چرا ما کمک کردیم مثلا به سوریه و عراق؟ اینا برای پول دارن میرن، اینا برای حرم سرای بشار اسد میرن، نه برای حرم آل الله. مگر این سمپاشی ها رو نمی کردن؟ چرا با وجود این حجم از تبلیغات منفی این 2300-400 تا شهید مدافع حرم که پیکر مطهرشون می آمد، مردم اینقدر استقبال می کردن از مراسماشون؟ و بعد خود حاج قاسم که آمد قیامت شد. خب جمعیتی که برای حاج قاسم جمع شده بود از مراسم تشییع پیکر امام راحل هم در سر جمعش بیشتر بود دیگه، چون مراسم امام راحل فقط توی تهران بود. اما این چند روزه، چون ما که بالاخره هر روز شمال و جنوب و شرق و غرب کشور در ترددیم و در مراسم ها شرکت میکنیم، این انقلابی که در کشور بپا شد، تربیت شده یه دست امام راحل چه کرده بود و این بهت و حیرتی که در همه ایجاد شده؟ بالاخره نهادهای رسمی یه بیلبوردی دارن، شهادت این امام، ولادت اون امام، اینا رو می‌نویسن، مناسبتی باشه، ایامی باشه، تبریک میگن، تسلیت میگن. پایگاه بسیجی باشه، فرمانداری باشه، بخشداری باشه، شهرداری باشه، همه شهرها بیلبورد دارن. اما حیرت انگیزه که یه سری شهرها رو میرفتم از دم دیگه، بوتیک فلان بنر زده شهادت حاج قاسم رو تسلیت میگیم، 2 متر مثلا 3 متر بنر زده و زیرش هم اصرار داشته اسم خودش رو بنویسه، بوتیک فلان تو پرانتز فلانی، مبلمان فلان، پیتزا فروشی فلان. یعنی مغازه‌هایی که سال تا سال شما نمیبینید به هیچ مناسبتی عکس کسی رو بزنن یا تبریکی بگن یا تسلیتی بگن. چه اتفاقی افتاده بود؟ از جنوب کشور تا شمال کشور، از شرق کشور تا غرب کشور، خیلی فضای عجیبی رو در مغازه‌هاشون عکس رو می‌زدن. جاده رو برای شب بروجرد بودم، زمینی می‌آمدم تو مسیر قم برنامه داشتیم و بروجرد همینجوری اتفاقی نگاه می‌کردم، پشت کامیونا، اتوبوسا، ماشین‌های شخصی، غیر از تصاویر حاج قاسم، این نوشته‌های جدیدی که با کلیشه در میارن می‌زنن. این تحوله از کجا اومد؟ این کار خود اسلامه دیگه. اسلام یعنی تربیت کسی مثل حاج قاسم. لذا به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه که نبودن در انقلاب، نبودن در دفاع مقدس، مدام هی بهشون میگن آقا مثلا انقلاب خروجیش چی بوده؟ انقلاب خروجیش انسان بوده، قرآن خروجیش و آنچه که مطرحه برای قرآن عظیم انسان سازی است، چون انسان هم در دنیا هست هم در آخرت. قرار نیست ما این دنیا رو آباد کنیم بذاریم بریم در جهنم، قراره این دنیامون آباد، آخرتمون از دنیامون آبادتر. شهید ویژگیش اینه دیگه، زنده است، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. ان ربهم یرزقون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن اینا موت در موردشون صدق میکنه، بلکه بل احیا اون، بلکه زندن، ان در ربهم یرزقون، نزد ربشون دارن رزق و روزی میخورن. لذا در دنیا زنده، در آخرت زنده تر. اما هیچ وقت سلبریتی معلوم نیست که در دنیا واقعا زنده باشه. اگه فوتبالیست اگه روی صندلی کنار زمین چمن بذارنش نذارن بره بازی کنه، انگار مرده، یعنی نیمکت نشین باشه. اگر هنرپیشه باشه فیلمشو نذارن پخش بشه، انگار مرده، میاد بیرون فریاد داد. یه زندگی های لاکچری، زندگی های اشرافی، پرتوقع، اما طلبکارن. اما در مقابل شهدا همیشه بدهکارن. چرا قاسم سلیمانی مهم بود؟ چون قاسم سلیمانی بدهکار بود، بدهکار خدا، خودشو بدهکار خدا میدونست، بدهکار انبیا، بدهکار ائمه، بدهکار قرآن، بدهکار مردم، بدهکار فلسطینیا، بدهکار لبنانیا، بدهکار سوریا، بدهکار عراقیا، بدهکار افغانیا، بدهکار کشمیریا، بدهکار ایرانیا، بدهکار سیلزده ها،
بدهکار جوونا، بدهکار پیرمردا، پیرزنا، بدهکار همه. کسی که خودشو بدهکار همه بدونه اینجوری میشه دیگه، مردم هم اینجوری میرن زیر تابوتش. کسی که طلبکار همه بود، زمین و زمان در حقش ظلم کردن، چرا حکومت به من نمیرسه، این به من نمیرسه، اون به من نمیرسه، این به من نمیگه، این چرا، خدا چرا در مورد من اینجوری. طلبکار، از طلبکار خدا تا طلبکار خلق خدا، بهش میگن سلبریتی. خراب میکنه تو فوتبال، دیدید دیگه تو تلویزیون، میاد زمین چمن میخ داشته، دروازه کج بوده، داور این کارو کرده. یه بار دیدید اینا ذره لبخند بزنن، پولشون رو ندادن، شکایت میکنن به فیفا، به این ور، به اون ور، پر مدعا، متوقع، پر رو، طلبکار، زندگی های آنچنانی عجیب و غریب، طلبکار. هنرپیششون طلبکار، خوانندشون طلبکار، سیاستمدارشون طلبکار، تاجرشون طلبکار، فوتبالیستشون طلبکار. اما انبیا خودشون رو بدهکار میدونستن، ائمه خودشون رو بدهکار میدونستن، این شهدا هم خودشون رو بدهکار میدونستن. اهمیتشون در این، ما یا طلبکاریم یا بدهکار دیگه. اگر خودمون رو بدهکار همه دونستیم، ما بدهکاریم. اگر بدهکار دونستیم، معلوم نسبتمون با بقیه چیه. اما اگر طلبکار دونستیم، خب دیگه حساب کتابمون میشه همون انسان لیبرالی. عظمت حاج قاسم که هر روز تو جلو چشم مردم تو تلویزیون نبود، عظمتش این بود که دیدید مردم متوجه اهمیت این انسان بزرگ شدن و ما قدردان این مردمی هستیم که اینجوری قدردان امثال حاج قاسم هستن، قدردان امثال حاج احمد مایلی و حاج محمد ناظری هستن. جوانای حاضر در جلسه، یه نکته رو بگم، احتمالاً خبر ندارید، قاسم سلیمانی شاگرد محمد ناظری بود و تربیت شده یه دست محمد ناظری بود. محمد ناظری زمانی که توی پادگان سعدآباد که اسمش بود پادگان امام علی سال 58 اون پاسدار سری اول آموزش میداد، یکی از اولین کسایی که تو دورای آموزشی زیر دست اون تربیت شده بود حاج قاسم بود. و ما یه دوره طولانی تو همجه که الان شده دانشگاه امام حسین که پادگان خاتم بود توی تشکیلات نیرو مخصوص، هر وقت موقع حاج قاسم فرمانده لشکر چلیک سارالله بود، هر وقت که میامد تهران راست از فرودگاه سوار میشد، میومد این پادگان امام حسین، پادگان خاتم، و میومد تو اون اتاق استراحت محمد ناظری استراحت میکرد. علاقه قلبی بسیار شدیدی به حاج محمد داشت و همیشه وقتی می آمد تهران سر می زد به آقای ناظری. ولذا این سازوکاری که شما از شهید ناظری شنیدید یه قلم تربیت یافتگان اون ساختار دانش نظامیش می شد حاج قاسم. حالا من یه حجم زیادی خاطرات جوک و شوخی این دو نفر رو دارم چون از نزدیک خیلی شاهد این چیزاشون بودم. بعدن یه ذره اوضاع تلطیف بشه یه چند سال دیگه، این چون خیلی محمل شوخی داره از فضای به اصطلاح حماسی و فضای عزاداری ما رو خارج میکنه، بمونه انشالله برای فرصت مقتضی. ولی چقدر این انسان‌ها روحیه شادی داشتن خدا میدونه، چه وضعیت ویژه‌ای داشتن. یه دوره طولانی حاج قاسم سال 64 موقع عملیات والفجر 8 محمد ناظری رو اصلا آمده بود برده بود با خودش جنوب. محمد ناظری معاون عملیات لشکر چلیک سارالله بود، اون عملیات ویژه تسخیر شهر فاو و عملیاتی که اونجا فاو سقوط کرد و نیروهای ما از اروند عبور کردن با قواسی، بخش لشکر چلیک سارالله رو برای حاج قاسم محمد ناظری طراحی کرده بود. و همیشه حاج قاسم از این که چقدر محمد با فراست اینو براش رقم زده بود و طراحی کرده بود، ده ها بار از این نبوغ شهید ناظری به عنوان یک معجزه یاد میکرد که خیلی عجیب بود. لذا این خوب ها اینجوری زیستن، زندگی کردن، خوب زندگی کردن، عالی زندگی کردن، عالی بدرقه شدن. اونجا هم امروز نشستن کنار هم باز دوباره از اون شوخی ها و از اون جوک ها
برای هم تعریف میکنن تو فضای عالم برزخ. و بیچاره اونایی که اسیر 6 و 8 دنیا موندن و اسیرن. ما در این ایام که عزادار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و من شهادت این بانوی دو عالم رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، حیفم میاد که فضای جلسه مزین به روایتی در مورد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نباشه. ما بالاخره این ایام میاد و میره، مرحله تسلیت و شهادت این عزیزان رو به هم تسلیت میگیم، کار معرفتی نکنیم حق تریبون رو ادا نکردیم. من موظفم که به عنوان یه بدهکار که شخصیت ائمه و شخصیت معصومین از نظر تئوریک و نظری در حد وسع جلسات اینچنینی، قبل از اینکه وارد مباحث عمومی خودمون بشیم نسبت به تحولات روز و سالگرد کربلای پنج و اتفاقات اخیر و شهادت حاج قاسم و انهدام هواپیمای اوکراینی، حقی که حضرت زهرا سلام الله علیها بر گردن ما داره، به خصوص برای پسرای جوان و دختران جوان حاضر در جلسه، پسرها و دخترای خودم، این حق ادا بشه. فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستند. امام حسن شدن و امام حسین شدن چه ویژگی داره؟ یه ویژگیش اینه که اینها ثمره و میوه و محصول فؤاد حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. بلافاصله الان آقایون خانوما سوالشون میشه این که فؤاد حضرت زهرا سلام الله علیها کدوم جزء وجود ایشون بوده که امام حسن پرورونده، امام حسین پرورونده، حضرت زینب پرورونده، ام کلثوم پرورونده. این پایه انسانشناسی در علوم انسانی قرآن پایه است. تقدیم میشه به محضر شما عزیزان که وجود انسان در قرآن مثل یک پیاز. یک پیاز رو وقتی تو آشپزخونه قاچش میکنید لایه لایه است، این نفس و روح انسان. چهار تا لایه در نظر بگیرید. اینی که بهش تو فارسی میگیم دل، دل در فارسی تو قرآن چهار تا اسم داره، چهار تا لایه است، چهار تا تعریف داره. در عربی بهش میگن ذهن، ما تو قرآن ذهن نداریم. به انگلیسی میگن heart and mind. این دوتا هم بذارید کنار، دل فارسی هم بذارید کنار. یه پیاز رو در نظر بگیرید، لایه روئین پیاز، لایه روئین وجود ماست، اسمش صدره. صدر محل فرح یعنی تفریح و خوشحالی و حزن، اندوه و ناراحتی. با کدوم جزء وجودمون ما خوشحال میشیم یا ناراحت؟ با صدرمون. یا تنگ میشه یا در واقع دلباز و گشاد، میگیم که دلگشا، زیق صدر و شرح صدر. به پیامبر ما فرموده تو قرآن علم نشرح لک صدرک، به تو شرح صدر ندادیم. خوف، نگرانی، یأس، ناامیدی، امیدواری مال این لایه وجود ماست. تو قرآن این مفسرین ما فرمودن این اهمیت رو داره. لایه دوم پیاز وجود ما اسمش شقافه، محل عاشق شدنه، محل نفرت و بغض و کینه و محل شهوت و غضبه. پس با کدوم جزء وجودمون عشق می‌ورزیم و محبت می‌ورزیم، با کدوم جزء وجودمون نفرت می‌ورزیم و از یه چیزی یا از کسی بدمون میاد؟ اسمش شقافه. در مورد زلیخا فرموده که قد شقفها حبن، حب حضرت یوسف شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی میگیم دلش رو برد. این موبایل رو دیدی؟ دل ما رو برده. این ساختمونه چه قشنگه، این ماشینه، این یه چیزی که دل آدمو میبره. به فارسی میگیم دلشو برد. تو قرآن میفرماد قد شقفها حبن، حب یوسف، عشق یوسف قلب شقاف زلیخا رو ربود. قد شقفها حبن، عشق و نفرت مال این جزء وجود ماست، شهوت و غضب مال این جزء وجود ماست. حیوان این لایه وجود ما رو داره. پس لایه اول وجود ما مال گیاه، درخت و گل، این صدر ما میمونه. اما به حیوان که میرسیم، این لایه ظرفیت حیاتی که حیوان داره در انسان میشه شقاف.
لایه سوم وجود ما اسمش قلبه. کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه. وقتی میگیم انقلاب یعنی قلب منقلب شده. اون جزی از وجود ما که منقلب میشه، ایمان و کفر اونجا شکل میگیره. عقل مال اینجاست، فکر مال اینجاست. این لایه سوم رو جن هم داره، غیر از انسان جن هم داره. اون لایه دوم رو حیوان داره، لایه اول رو گیاه داره. لایه سوم که جن هم داره، یعنی فکر داره، عقل داره، ایمان داره، کفر میورزه. قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم، یعنی این پیازه رو بگیرید از بالای سوزنی فرو کنید، از لایه اول بره به لایه دوم هم رد بشه، به لایه سوم که میرسه بخوره به یه چیزی وارد نشه. خدا فرموده ایمان به قلبتون وارد میشه، مال اون وارد نمیشه، مال کافر. ختم الله علی قلوبهم، مر خورده به قلبش، ایمان به لایه سوم وجودش وارد میشه. پس چیه؟ داره رو دو تا پا راه میره. بله عین انسانه ولی حیوانه. خدا تو قرآن در سوره فرقان به پیامبر فرموده که به وجود نازلین پیامبر فرموده، پیامبر دیدی اینه که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون؟ ارایت من اتخذ الهه هو هوا، دیدیشون اینا که دلم میخواد رو، هوای نفسشون که دلم میخواد، اینا رو دیدی؟ افانت تکون علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی پیامبر. دیدی اینا که دلم میخوادشون، این سلبریتی ها دلم میخواد. آقا ما فیلممون رو میکشیم بیرون، خب دیگه برای اجرا تلویزیون هم نمیایم. خب اصلا ما ایرانو ول میکنیم، تو قدر ما رو نمیدونید، ما میریم توی تیم خارجی بازی میکنیم. خب ما یه زندگی لاکچری میخوایم، ماشین شاسی بلند، اینجوری ما بشینیم توییت بزنیم، دیگران برن سیل و زلزله رو جمع جور کنن، بعد ما بگیم ما مردمی هستیم. مردمی بودن اینه که فوری بیایم یه صفحه تو اینستاگراممون بزنیم، بعد خب خودمون میلیاردی زندگی میکنیم، بعد میگیم چرا به مردم نمیرسید. خب یه ذره از اون زندگی میلیاردیت بزن. ما قدر ما رو ندونید، میریم پرچم یک کشور دیگر رو میبریم بالا، یه جوری مسابقه میدیم دیگران برن بالا. جدی؟ تو لیاقت نداری پرچم این مملکت رو ببری بالا، پرچمی که مزین به آرم الله است. تو همون شأن و لیاقتت اینه که بری پرچم کشور دیگر رو ببری بالا. تازه اونی هم که میاد کمکتون وقتی میخواد تیمو ببری تا برسونید دروازه جام جهانی، باید بری 50 میلیارد تومان بدی یک کیروشی، 30 میلیارد تومان بدی یه ویلموتسی، کسی رو بیاری اون با کمک اون تیم رو یه ذره بیاری بالا. شما که بلد نیستید پرچم این مملکت رو ببری بالا، پرچم این مملکت رو قاسم سلیمانی ببره بالا. نه قدر من رو ندونستید، من باید بلندشم برم روسریمو نمیدونم بردارم توی غرب. خب برو یه دوتا چای دیگه هم میموندی، حالا خیلی عجله نکن. پیامبر ارایت من اتخذ الهه هو هوا، رؤیت کردی دیده اینه که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ افانت تکون علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی. حساب کردی میشنون یسمعون او یعقلون، تعقل میکنن هرچی بری بهشون بگی؟ پیامبر اینجوری نیست، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن، بل هم ازل و سبیلا، اینا مثل چارپا میمونن مثل خوک میمونن، بلکه بدترن در زلالت و گمراهی. چرا هرس و جوش میخوری؟ یه سوره دیگه اول سوره شعرا خدا به پیامبر میگه چرا انقدر هرس و جوش میخوری که اینا ایمان نمیارن؟ داری جونتو میذاری سر این که اینا ایمان بیارن؟ خب نیاوردن نیاوردن. لعلک باخ اون نفسک، لذا مانند حیوان میمونن. شما اون سوزنه رو، کارد رو، چاقو رو از بالای پیاز که بزنید، لایه اولو میشکافه، لایه دوم میشکافه، میبینید رفت خورد به یه جایی، به یه مانعی، به لایه سوم پیاز وارد نمیشه. این معنی ختم الله علی قلوبهمه، یعنی صدرشون فعال شده، شقافشون هم مثل حیوان فعال شده، ایمان به قلبشون وارد نمیشه، حیوان میمونن. کل انعام بل هم ازل نسبیلا، مثل چارپا مثل خوک، بلکه در زلالت و گمراهی بیشتر. حالا اون کسی که از لایه صدر وارد شقاف، از شقاف وارد قلب میشه، لایه سوم پیاز وجودش، به فکر فرو میره، فکر میکنه، تفکر میکنه که عبادته، تعقل میکنه، ایمان به قلبش وارد میشه. قلبش یا مریض یا سلیم، سلامت قلب. حضرت ابراهیم در قرآن عظیم فرموده که کسی که آمد در آخرت قلب سلیم آورد برده، یعنی کسی که بیاد قلبش مرض توش باشه، بیماری قلب داشته باشه، باخته. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض، و این منافقین رو خدا فرموده فزادهم الله مرضا، به این مرض قلبشون من خدا اضافه میکنم. خدا رحمت کنه شهید دست به
این کتابایی که این شهدا خوندن رو من خوب بعضیشو معرفی کنم خدمت این دوستان جوان. یه کتابی رو شهید دستقب نوشته بود، ایشون توی اون انفجاری که تروریستای منافقین اول انقلاب تو نماز جمعه شیراز انجام دادن ایشون شهید شد. یه کتاب قشنگ، دو تا کتاب خیلی خوب داره، مجموعه کتاباش خیلی خوبه، به زبان ساده است در حد بچهای دیپلم و زیر دیپلم. یه کتاب داره ایشون گناهان کبیره که مجموعه گناهان کبیره رو خوب تبیین کرده. توصیه میکنم دوستان جوان حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، این کتاب رو ببینن. یه کتاب خیلی خیلی عالی داره به زبان ساده زیر دیپلم به اسم قلب سلیم. عمده این شهدایی که میبینه تو کتاب قلب سلیم رو خوندن. یعنی شما وقتی عکس حاجی احمد مایلی رو دیدید، عکس محمد ناظری رو دیدید، قاسم سلیمانی رو دیدید، مطمئن باشید اینا کتاب قلب سلیم رو خوندن. ساده، به زبان ساده زیر دیپلم این کتاب رو ببینید. البته حجمش زیاده، قطوره، ولی دوست داری به شروع کنی خوندن، دلت نمیاد بذاری زمین. قلب سلیم، چه کار کنیم که از دوره نوجوانی و جوانی قلبمون مرض توش نباشه؟ فی قلوبهم مرض. حالا یه مرض خیلی سختی تو قلب است به اسم کفر، یه مرض خیلی بدی تو قلب است، قرآن میفرماد که مثلا به خانوما یه جوری با عشوه سخن نگید که مردها چون تو قلبشون مرض هست، فی قلوبهم مرض، اون مرض فعال بشه به طمع بیفتند. حالا درباره پوشش و حجاب وقتی سخن گفته میشه، در مورد سخن گفتن خانوم ها هم قرآن صراحت آیش اینه، یه جوری سخن نگید مردها تو قلبشون یه مرضیه که وقتی یه خانومی با عشوه سخن بگه اون مرض فعال میشه. این آیه قرآنه، فی قلوب هم مرض. پس قلب ها لایه سوم یا مریضن یا سلیم، یا سالمن یا مریض، یا قسیان میگم قساوت قلب، قلبش مثل پار سنگ میمونه، یا قسی القلبن یا منیب. منیب یعنی چی؟ یعنی زود توبه میکنه، زود برمیگرده، زود اشکش در میاد. اسم حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، یه دفعه همه قلب تکون میخوره. اسم ابا عبدالله که میاد، اسم گودال قتلگاه که میاد، اسم بیبی رقیه که میاد، آقا یه دفعه است. اسم قاسم سلیمانی میاد. دلیلش چیه؟ قساوت قلب نداری، قلبت منیبه. پس صدر و شقاف و قلب لایه سوم. لایه چهارم وجود انسان یه پیاز کوچولوی اون وسط، وقتی پیاز قاش میکنه پیاز کوچولوی مثل تیله است اون وسط، به اون میگن فؤاد. اون لایه مرکزی وجود ماست، اون جزئی از وجود ماست که چشم داره میبینه. به فارسی حکما گفتن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. آنچه که نمیشه با چشم سر دید با اون چشم میشه دید، اسمش چشم دله. چشم دل اکثر انسانها خوابه، انسان باید به بیداری برسه. امام در کتاب جهاد اکبرش میفرماد میرسید به یقظه، یعنی به بیداری. دیدید چطور صبح خواب بیدار میشید، چشمتون باز میشه، همجا رو میبینید. انسان تو زندگیش به یه جایی میرسه چشم دلش باز میشه، بیدار میشه، میبینه. شهید چشم دلش باز شده میبینه، چشم فؤادش. متاسفانه در طول زندگی به خصوص در جوانی آدم یه گناهایی مرتکب میشه، تو مسائل فکری و علمی دنبال حرفای کفرآمیزی میره، کتابای زاله‌ای تو این دانشگاه هست میخونه که چشم دلش رو کور میکنه. قرآن میفرماد اعما کور، یعنی نه تنها بیدار نشده، قبل اینکه چشمش باز بشه بیدار بشه با یه چاقوی برداشته زده چشم خودش رو کور کرده. از خواب به بیداری نرسید، از کوری به بینایی. این که شنیدید میگن منافق کوردل، منظور چیه؟ منظور که قلبش فؤادش کور شده دیگه، اون کلا نابود شده رفته پیکارش. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. حالا معلوم شد یعنی چی. یعنی امام حسن و امام حسین ثمره صدر فاطمه زهرا نیستن، ثمره شقاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستن، ثمره قلب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستن، ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی چی؟ یعنی حضرت سه لایه قبلی وجودش رو رد کرده، رسیده به اون هسته مرکزی نفس و روح خودش، یک انسان
معصوم که هدف خلقت، خلقت اصلا برای وجود نازنین این عزیزان و این معصومینه. حالا وقتی انسانی اونجا چشم دلش باز شده، جنینی که تو شکمش شکل میگیره، رحمش کیو میپرورونه؟ حضرت زینب رو، امام حسین رو. عمده این مادران شهدا که عکساشون رو اینجا میبینید، عمده اینها کسانی بودن که این بچه‌هاشون ثمره فادشون بود. یعنی مادر محمد ناظری که مادر ایشون هم به شهادت رسید، خب میدونید مادر ایشون در ماجرای حج سال 66 این رژیم سعودی خباستی کرد، حج رو به خاک و خون کشید، حجاج ما 400 نفرشون شهید شدن، یکیشون خانم والده شهید ناظری بود. اون مادری که خودش اونجوری در کربلا شهید، در مکه شهید شد، اون محمد ناظری میپرورونه. همین حاج احمد مایلی، برید خصوصیات مادر حاج احمد مایلی رو در مسیر زندگیش مطالعه کنید، بررسی کنید، اینو آقازاده ها زحمت بکشن، تبیین خصوصیات حاج خانوم در دوره بارداری حاج احمد، این سند بشه برای دختر پسرای ما، چطوری اینا در دوره بارداریشون این بچه ها رو 9 ماه پروروندن. مدل دیگه داره؟ بله، اکثر انسان ها محصول صدر و شقاف مادرشونن. عرض کردم یکی دو سال پیش اینجا، عرض کردم رو پرده نشون دادم، سازمان ملل 5 ساله داره یه کتابی چاپ میکنه هر سال به اسم نقشه خانواده جهان، World Family Map. فصل اولش در مورد حرامزاده های دنیاست، کشور به کشور آمار حرامزاده ها. وضعیت جنگلی شده تو دنیا ها، اصلا یک اوضای عجیب غریبیه. حالا سازمان ملل که نگران حرامزادگی نیست، نگران اینن که اصلا اختلاط نژادی شده، همه چی از دست رفته. خب میدونید از سال 93 تا امسال 98، تو این 5 سال گذشته هر سال این چاپ میشه، این کتاب منتشر میشه، آمارا رو هر سال بالاتر میبرن. الان کشور کولومبیا بالاترین آمار رو داره، یعنی آمریکای لاتین بدترین وضعیت رو داره. کولومبیا 84% رسما حرامزادن، یعنی اصلا 100 نفری تو خیابونشون ببینید 84 نفر معلوم نیست پدرشون کیان. پرو، بولیوی و شیلی و این کشور برزیل که فوتبالش برای بچه‌ها معروفه، اینا تا 66% حرامزادن. زاد هر جمرج، اصلا معلوم نیست کی پدر کیه. قاره دوم که خیلی اوضاعش خرابه اروپاست. فرانسه بالاترین آمار رو داره، 57% رسما حرامزادن. کمیته خانوادهشون دو سال پیش آمده بود اینجا، میگفتن آمار غیر رسمی خیلی بالاتره، حالا آمار رسمیش 57%. یعنی تو خیابونای پاریس اصلا 100 نفر 57 نفر حرامزادن. سوئد 55%، آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%، نصف جمعیتشون حرامزاده است. یعنی 300 میلیون آمریکایی نصفشون حرامزاده. انگلیسی ها 70-80 میلیونن، 40 میلیونشون حرامزاده. در منطقه ما بدترین عدد مال رژیم صهیونیستیه با 6% و ترکیه با 3%. ایران هم که الحمدلله در همه این 5 سال انقدر این مبحث در ایران ناچیزه که وضعیتش هر سال 0. آنچه پسرای جوان، دخترای جوان، آنچه پدر مادر شما به شما نداده، اون موبایل خوب و امکانات خوب و زندگی مثلا مادی خوب و ماشین خوب براتون بخره و اینا نیست. یه چیزی به شما داده که اونا حسرتشو دارن. فرانسه برفتیم اونجا، مثلا تیم فلان، بعدش هم مثلا پژو تولید میکنه، هواپیمای ایرباس تولید میکنه، سوئد نمیدونی چه خبره، بریم آمریکا فلان. اکثرشون حرام زادن. افتخار جامعه ما اینه که همه حلال زادن، اونا تو تکنولوژی قوته‌ورن و حرام زادن. به افتخار پدر مادرتون. هی خانومی همین جوری با یه آقایی آشنا شده و سر شهوت یه اتفاقی افتاده، شده یه بچه. این که ثمره فؤاد اون خانوم نیست، ثمره قلب اون خانوم نیست، ثمره صدرشه، ثمره شغافشه. یه خوشحالی ناراحتی، یه عشق و نفرت، یه شهوت.
پس خیلی از این انسان‌ها که اونور دنیا سازمان ملل داره نقشه‌شون رو منتشر می‌کنه تو نقشه خانواده جهان، تو کتاب نقشه خانواده جهان، و میگه اکثرشون حرامزادن، از ژاپن گرفته تا مکزیک، از سوئد گرفته تا آفریقای جنوبی، اینا زن و مرده حاصل شهوتشون شده. ولی حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. یک کسی مثل قاسم سلیمانی ثمره فؤاد مادرشه. هر چیزی مادرشو خوشحال یا ناراحت نمی کرده، هر چیزی شهوت و غضب برای مادرش محسوب نمی شده، هر فکر آلوده ای و تفکر این موجود، این کتابای تو دانشگاه خیلی هاش حرف بی ربط دیگه، این چیزا براش مطرح نبوده. فؤاد انسان، این درسی که از این روایت درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفتیم دو تا نکته داره. نکته اولش اینه که پسران من، دختران من، خواهش میکنم پیاز وجودتون رو بشناسید، از صدر عبور کنید. خیلی چیزا ارزش نگرانی و خوف نداره، خیلی چیزا ارزش حب و بغض نداره، ارزش خوشحالی و ناراحتی نداره. رد بشید، برسید به شقاف. شقاف خلق و خوی حیوانی در انسانه، عبور کنید ازش. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه داره که میت شهوت، میشه شهوت رو ازش عبور کرد. هر چی به شهوت و غضب میدون بده انسان، تمامی و سیری نداره. از مرحله شقاف که انسان عبور میکنه، اسیر قلب نشید. من یه عمر 20 خورده ساله گذاشتم رو فیلسوفای جهان، بیش از 1000 فیلسوف رو در مجموعه کامل دایره المعارف کاپلستون بررسی کردم. از هر 1000 نفر فیلسوف تاریخ در 2500 سال گذشته تا الان، از زمان قبل از سقراط و اینها، از زمان آناکسیمندر و آناکسیمنس تا امروز یورگن هابرماس، از هر 1000 نفر 999 نفرشون ملحد بودن، الانم ملحدن. یورگن هابرماس الان ملحده، نام چامسکی ملحده، اون به اصطلاح همین هم 3-4 نفر، این اسلاوی جیجک ملحد، الان عمده تا هرچی فیلسوف اصلی الان تو غرب هست که تو دانشگاه های ما افتخار میکنن کتاباشو تدریس، همه ملحدن. عمده فیزیکدان های جهان ملحد بودن. این که 2 سال پیش از دنیا رفت، این استفان هاوکینگ روی ویلچر بود، 50 تا آلبرت اینشتین رو میذاشت تو جیب کوچیکش، معلولیت جسمی داشت، 2-3 سال پیش از دنیا رفت. این دیگه نظریهش این بود، نظریه همه چیز، the everything theory، theory of everything. چه ادعای گنده گنده. میگفت من همه هستی و کائنات و همه چیز رو دیگه میشناسم. آمد قبل مردنش گفت پشت عالم هیچ خدایی، هیچ غیبی نیست. یعنی بیچاره، ببخشید، الاغ اومد گاو رفت. ته علم. بله، تو تقریبات نماز ظهر است داریم که خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم به تو از علمی که به من نفع نمیده. حالا اینا میگه مش مثلا دانشمند ملحد، یه مش فیلسوف ملحد، جامعه شناس ملحد، زیست شناس ملحد، فیزیکدان ملحد، اینا میشن الگوی ما. میریم میشینیم کتابای اینا رو بخونیم، ما هم بشیم ملحد. میگن میگن کتابای زاله. خب بعد که اینا رو خوندیم به یه جایی رسیدیم، حالا بچه ما چی میشه؟ میشه بچه شیطان دیگه، چون ابلیس از همه دانشمندای ما سوادش بالاتر بوده دیگه. اون فقط 6000 سال عبادت داشته، حالا ذات علمش که این همه بالا بوده بماند، چون جن و ابلیس هم مثل انسان قلب دارن، فکر دارن، عقل دارن. پس تو لایه صدر نمونید، تو لایه شقاف نمونید، لایه قلب نمونید. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه نبود، محمد ناظری محصول دانشگاه نبود، احمد مایلی محصول دانشگاه نبود. هم قاسم سلیمانی، هم محمد ناظری، هم احمد مایلی محصول هیئت بودن، محصول پای منبر و عزاداری برای ابا عبدالله بودن. بله، از نظر تکنیکی احمد مایلی یک استاد خلبان کامل بود، محمد ناظری پدر علم تاکتیک در جهان اسلام بود. همه انقلابیون جهان از کشمیریا و افغانیا و پاکستانیا تا فلسطینیا و لبنانیا و یمنیا، همه اینا شاگردای محمد ناظری هست. شک نکنید، هر کس، هر کماندوی یه گوشه جهان داره با استکبار می جنگه، شاگرد محمد، پدر علم تاکتیک.
قاسم سلیمانی هم همینجوری بود. لذا تصور نکنید راه نجات تو دانشگاه است. پارسال که از مسئولین وزارت علوم میگفت 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. یه شهر دیگه 200,000 نفر 12 سال تو مدرسه درس خونده، 12 سال هم تو دانشگاه دکترا گرفته، 24 سال، 24 سال از عمرش سر کلاس گذشته، بلد نیست نون در بیار، باید بمونه با لیفتراک ورش داری ببری بذاریش پشت یه میزی، سر ما هم 5 میلیون تومان بهش حقوق بدی. خب بابا تو اگر همون ابتدایی میرفتی دنبال یه کاری که بهتر پول در بیار. آدم این همه بخونه 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 دکترا بگیره، بعد بلد نباشه جامعه رو به حرکت در بیاره تو هیچ حوزه‌ای. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار، یه نفرش نمیتونه ناخون کوچیکه احمد مایلی بشه، ناخون کوچیکه محمد ناظری بشه، یه تار موی قاسم سلیمانی بشه. رضا خیلی توی اون لایه اول که خیلی مثلا صدر انسانه، فرح و حزن و خوشحالی و ناراحتی و تو اونجا نمونید. خیلی چیزا تو دنیا ارزش ناراحت شدن نداره، ارزش خوشحالی هم نداره. اون حالا بچه است، بچه‌ها خوشحال میشن ناراحت میشن، صدرشون فعاله. رسیدید به جایی که خشم و غضب و شهوت و دوست داشتن و نفرت داشتن، اونم خیلی محلی از اعراب نداره، حیوانم اونها در اعلا درجه داره، ولش کن از اونم عبور کن. میرسی به قلبت، آقا دانشمند بشین. استفان هاوکینگ تو فیزیک، ریچارد داوکینز در زیست شناسی، دیوید هیوم در فلسفه، کدوم اینا که همه ملحد، علمی که قراره به جانت بزنه تو رو متعالی کنه، این علم رو قاسم سلیمانی اینا چجوری یاد گرفته بودن؟ شما الان نگاه کن، مهمترین تئوریسین های حکومت جمهوری اسلامی هیچ کدومشون محصول حوزه و دانشگاه نیستن. 80,000 استاد دانشگاه داریم، 80,000 استاد دانشگاه. 20 سال مقام معظم رهبری داره التماس میکنه کرسی نظریه پردازی، یه دونشون نتونستن برگزار کنن، یه دونشون. قبل انقلاب شریعتی زوری موقعی تهران 3 میلیون جمعیت داشت، شریعتی تو حسینی ارشاد یه کرسی نظریه پردازی داشت، هفته جلسه حرف میزد. شهید مطهری تو مسجد عجواد و مسجد هدایت کرسی نظریه پردازی داشت. الان تهران شده 10-12 میلیون جمعیت، اون دوتا کرسی هم نیست. لذا امروز آدم های بزرگی شما میبینید، این دوستان ما آی رنگپور اینا، خب میدونید ایشون 50-100 تا از این آدم های دانشگاهی و حوزوی رو میذاره تو جیب کوچیکش. لذا فکر نکنید انسان انقلابی بودن. آقا تو دانشگاه یاد هیچ خبری تو دانشگاه نیست، همونطوری که هیچ خبری تو ورزش و هنر و اینا رو همه رو باید یاد بگیرید. من که مخالف این چیزا نیستم، ولی عرضم اینه سرگرم نشید. یکی سرگرم میشه به صدر خودش، یکی سرگرم میشه به شقاف خودش، یکی سرگرم میشه به قلب خودش. ته ته تهش یه ملتی که این همه عقب ماندگی مالی و مادی داره، انقدر آدم برده دانشگاه، همه رو چپونده تو دانشگاه، از اون سریزنی مدرک داده اومده بیرون، بعد میزنه تو سرش وزارت علوم 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر. خب اونم راهی به جایی نمیبره. ولی انسان هنرش اینه که برسه به اون هسته مرکزی وجودش، به فؤادش. پس درس اولی که برای ما داشت، دوستان جوان، از این نکته‌ای که درباره حضرت فاطمه زهرا فرمود که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن، ما درس اولی که گرفتیم این 4 لایه پیاز وجودمون رو بشناسیم، برسیم به اون هسته مرکزی وجودمون. این نکته اول. نکته دوم این بود که پسران جوان، دختران جوان، اگر میخواید نسل بعد از شما هم مثل نسل شما گوش دلشون برای شنیدن حرف قرآن و حرف ولی امر مسلمین باز باشه، همونطوری که پدر مادرتون حق شما رو کامل ادا کردن، شما رو حلال زاده رقم زدن، پسر دخترای ما باید حواسشون باشه اونها هم روی حلال زادگی نسل بعد به شدت غیرتی و حساس باشن. دشمن این مقشا هدف گرفته، این چیزایی که به نام سند بی سی و این حرفا تصویب کردن انداختن تو کشورهای مثل کشور ما، هدفش زدن این چیزاست. و به خصوص دختران جوان ما، دختران من، عنایت داشته باشن. اگه میخواید ثمره زندگیتون بشه یه کسی مثل قاسم سلیمانی،
بشه یه کسی مثل احمد مایلی، مثل همین شهیدای عزیز که عکسشون اینجا هست، خیلیاشون اسمشون رو من نمیدونم، اگه میخواد ثمره زندگیتون بشه یه انسان عظیم اینجوری، برای خودتون آخرت رو سه قبضه بخرید، فرزندتون محصول فؤادتون باشه. گول این سلبریتی ها رو که هر شب تلویزیون بهتون نشون میده نخورید. این دختر و زنایی که تو سینما و تو این سریال ها بهتون نشون میدن، اینا اکثرا مجردن، موندن بالای 40-50 سال، اینا عرضه ازدواج کردن نداشتن. میان میشینن تو برنامه دوره همی و برنامه خندوانه، میگن چرا ما 40 سالمون شده چرا کسی نمیاد ما رو بگیره؟ بعد از فردا تو اینستاگرام مراسم شوهریابی برای اینا شروع میشه. با گربه و سگشون زندگی میکنن. حالا یکیشون مثلا گربهش مرده، سوم براش میگیره، هفت براش میگیره، چلوم براش میگیره. این عزیز اون لیاقت الگوی توی دختر انقلابی رو نداره. اوناشون هم که ازدواج میکنن خب فوری متارکه میکنن. هنر پیش جماعت، زن سلبریتی جماعت الگوی خوبی برای زن انقلابی نیست. زنای هنر پیشه، زنای ورزشکار و زنای دانشگاهی، این سه گروه الگوی خوبی برای زنان انقلابی و دختران انقلابی نیست. هم در ورزش اینا رو من دیدم، هم در هنر دیدم، هم در جامعه علمی دیدم. یه مادر شهید رو شما بذار مبنا، ببین چه عظمتی داره. همین مادر شهیدان بارفروش، بعد میرفتم یه دانشگاه علوم پزشکی یه بحثی میکردم، یه موضوعی 3 سال پیش مطرح شده بود، کودک همسری. آقا چرا قرار دخترها 12-13 سالگی 14 سالگی ازدواج کنن؟ این کودک همسریه، این دختر باید عروسک بازی کنه. علم پزشکی، روانشناسی و روانپزشکی گفتش 18 سال به قبل نباید ازدواج کنن بچه دار بشن، 35 سال به بعد نباید بچه دار بشن. اینا نظرات علمی ثابت کرده. کدوم نظرات علمی؟ دانشگاهی کشورهایی که همه شدن حرامزاده. آقا ما صبح مطالبمون داشتیم آماده می‌کردیم، شب که صبح بریم اون دانشگاه علوم پزشکی کنفرانس رو، من سخنران برنامه بودم، یه دفعه دیدم اخبار 23 حاج خانم رو نشون داد. حاج خانم ماشاءالله 72 سال سن. سری زنگ زدم گفتم این فیلم اینو سری بگیرید. فردا رفتیم اونجا، گفتم دوستان پزشکی، آقایون خانوما، دوستان روانشناسی، دوستان روانپزشکی، کشک همایش علمی با این ادبیات صحبت کنی، کشک. میگم ناراحت شدن و خودشونو جمع کردن. گفتم مگه نمیگید کتابا اینا رو ترجمه کردیم، 12 سال نباید کسی ازدواج کنه و نمیدونم عمر کوتاه میشه و بچه نباید زیاد به دنیا بیارید، تصویر رو ببینید، فیلمو پخش کردم. گفتم ایشون 12 سالش بوده ازدواج کرد، 12 تا بچه به دنیا آورده، از این 12 تا 4 تاش تو دفاع مقدس شهید شده، داغ یه دونش پدر آدمو در میاره. ایشون 57 سال، بیش از نیم قرن، با یک مرد مؤمن صالح زیر یک سقف زندگی کرده تا اون انسان بزرگ رحلت فرموده. ایشون میگه که رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم آقا فکر نکنی تنهایی ها، اون 4 تا فقط نبوده، 8 تا دیگه هم هست، فقط دستور بده. و ماشاءالله روحیش الحمدلله 72 سالشه، الان 75-6 سالشونه دیگه، الان 3 سال گذشته. گفتم اگه شما نمیگید عمر طرف کوتاه میشه بچه زیاد به دنیا بیاره، رد نظریه شما. مگه نمیگید دختر 12 ساله اسباب بازی باید دستش بگیره، رد نظریه شما. شما بلند شده تو روانشناسی پدر خودتون رو در آوردید، جوونا امروز تازه میخوان برن عقد کنن، تو مرحله خواستگاری و عقد 10 جلسه میفرستیدشون روانشناس، میرن مشاوره میکنن، آخرش توی عقد طلاق میگیرن. این 57 سال با هم زندگی کردن. آقا اینا عروسک بازی باید کنن، بچه تو این سن بلد نیست آدم تربیت کنه. این مادر بی سواد که اون موقع 12 سالش بودن و درس نخونده بود، و اون پدر کارگر ساده، ابر انسانهایی تربیت کردن که کم از یاران کربلا، یاران امام حسین در کربلا نداشتن. چه انسانهای استخونبندی سالم، فکر سالم، عقل سالم، دین سالم، فطرت سالم. 4 تاشون شهید شده، یکی از یکی گلتر.
پس رد نظریه های شماست. آقا ما باید اینا رو بنویسیم بکنیم علوم انسانی، علوم روانشناسی، علوم روانپزشکی، علوم پزشکی، اینا تدریس بشه. مزخرفات چیه شما بعدش از دانشگاه عمر دنیا آوردی؟ اگه این علوم نجات بخش بود خود اونا رو نجات میداد، الان همشون اکثرا حرامزاده نمیشدن. قرآن ما هست که خدا به پیامبر ما در قرآن فرموده پیامبر فلا تطع الکافرین، مبادا اطاعت کنی از کفار. قرآن میده دستش و جاهد هم بهی، با این باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. جهاد کبیر یعنی چی؟ یعنی قواعد کفار، روش کفار رو تبیین کن، تبعیت نکن، بذار کنار، قواعد خودتو بیار. حالا قواعد اونا اومده تو کتاباشون، ما اونو میذاریم مبنا، میگیم دختر مسلمان 12 سالگی ازدواج نکند، دختر مسلمان 35 سالگی بچه دار نشود. جمع کنین مسخره بازی رو. چند تا مادر شهید من به شما نشون بدم ابر انسان تربیت کردن، هیچ کدوم از این قواعدی هم که شما تو این رشته‌های مزخرف گفتید نداشتن. لذا دختران جوان، دختران من، خواهران من، حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی زنان و مردان جهانه. کسی که از هسته مرکزی وجودش یعنی فؤادش امام حسن و امام حسین رو شکل داده. در دوره امروز ما 300 هزار شهید داریم، یعنی مادران این شهدا هم بدون اینکه این حرفا رو خونده باشن توی دانشگاه و حوزه اینجوری بچه پروروندن. ما یک غفلتی کردیم، یک جفایی در حق نسل فعلی مرتکب شدیم، شهدا رو یک کمی معرفی کردیم، مادران شهدا رو معرفی نکردیم، پدران شهدا رو معرفی نکردیم. امام بارها فرمود از دامن زن مرد به معراج می‌رود. وجود نازنین رسول الله که به معراج رفتن، سدرت المنتهی عروج فرمودند، از دامن مادر شریفشون. ما باید مادران رو بشناسیم و جامعه رو اگه میخوایم اصلاح کنیم، فرهنگش رو، اخلاقش رو، جامعه شهید پرور باشه، مادران شهید پرورن. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. ضرورت داشت در این مقطع که ما عزادار بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم، این روایت رو تقدیم کنم به شما عزیزان و پیروان صدیق انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام، به خصوص به پسران خودم، دختران خودم که عاشق اینن که قاسم سلیمانی تربیت بشن، عاشق اینن که قاسم سلیمانی بپرورونن. راهش پیرو حضرت زهرا بودن، یعنی این، یعنی این نقشه‌ای که ایشون درباره وجود نازنین خودشون ما دیدیم هست و مفسرین ما در تفسیر قرآن این لایه بندی ها رو اومدن تبیین کردن، به این اشراف داشته باشه. خب ما الان 16 روز 15-16 روز وارد سال 2020 میلادی شدیم. سال جدید میلادی، سال 2020 میلادی، همونطوری که شنیدید احتمالاً از رسانه ها، آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی اعلام کردن در 6 ماه اول سال 2020 میلادی که 15-16 روزش رفت امروز، ایران فرو میپاشه و کلا نابود میشه. 41 سال از این خوابا دیدن، هر سال میگن ایران سال بعد نابود میشه. پارسال میگفتن که ایران در 40مین سالگردش جشن پیروزی انقلابش رو نمیبینه و نابود خواهد شد. دهه فجر 40مین سالگرد، اون جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مصر وایساده بود که ایران جشن 40 سالگیش رو برگزار نمیکنه، نابود میشه تا اون موقع. توطئه هایی رو رقم زدن، فشار زیاد اقتصادی آوردن، دیدید دلار رفت رو 18000 تومان، یه سوء تدبیری و بی ارزگی هم در مدیریت کشور بود در دولت و مجلس. ارز کشور رو ریختن تو بازار و خیلی فاجعه ها درست کردن. اما روز 22 بهمن مردم از هر سال پرشورتر اومدن، بابا مردم این وضع دلاره، شما دوباره بلند شدید اومدید دفاع از انقلاب بعد 40 سال. مردم حساب دولت و مسئولین رو از اسلام و انقلاب و رهبری و ولایت جدا کردن و لذا الان اینجوری شده، مردم پای اسلام و نظام و ولایت هستن، مسئولین رو هم این طرف خودشون دارن. الان سیستم دوپاره شده، چیز عجیب غریبی شده. اینا اعلام کردن سال 2020 میلادی ایران 6 ماه اول فرو میپاشه، 15 روزش رفت. همونطوری که مستحضرید الان سال 2020 میلادی شروع شده، ما در ماه ژانویه هستیم. تصور ما این بود که 6 ماه اول میخوان ایرانو به قول خودشون فروپاشی کنند،
از روشی که در 24 آبان امسال بر سر قضیه بنزین پیش آمد و مردم ریختن توی خیابون و قیمت بنزین 3 برابر شد، کارت سوخت رو دوباره احیا کردن و مشکلاتی برای مردم به وجود آورد، همه چیز گرون شد، از اون زاویه در نارضایتی مردم شروع میکنن این اتفاق میفته. ولی وارد سال 2020 میلادی که شدیم، روز سومش حاج قاسم رو شهید کردن. با شهادت حاج قاسم خب یک انقلابی به پا شد، مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن، یک تشییع جنازه عظیم در اهواز برگزار شد، بعد یک تشییع جنازه عظیم در مشهد، بعد در تهران، بعد در قم و در نهایت در کرمان که متاسفانه 50-60 نفر از هموطنانمون اونجا به شهادت رسیدن در ازدحام جمعیت. بی سابقه ترین اتفاقی که میتونست بیفته و مردم اینجوری استقبال کنن، مایکل مور مستندساز آمریکایی عکس تشییع پیکر حاج قاسم رو گذاشت و بالاش توییت زد که آیا تو آمریکا جنرالی از دنیا میره مردم اینجوری برن زیر تابوتش؟ همه شوکه شده بودن. دونالد ترامپ اینقدر عصبانی، این فرعون زمان، 10 بار اومد توییت زد این تروریست بود، براش عزاداری نکنید، این باید 20 سال پیش کشته میشد. مردم بهش گوش نکردن. آقا ابرقدرت جهان که حرفش برای خیلیا خداست، حرفش وحی منزله، نه تو جهان مختلف از ژاپن و کره گرفته تا مکزیک و جای دیگه، تو خود ایران بعضی کت خداپرستا وقتی آمریکا بگه، کاخ سفید بگه، دونالد ترامپ بگه، العیاذ بالله، یعنی خدا گفته. این هر چی گفت مردم جهان، این تروریست بوده، من کشتمش، هیچ کس بهش گوش نداد. دیروز انقدر عصبانی شده یه فوش رکیک ناموسی به حاجی داده. از امروز بچه ها از خجالتش تو فضای سایبر در اومدن. یه رئیس جمهور فاسد که یه ملت 330 میلیون نفری این آوردن سر کار، این ورداشته چی زده؟ مثلا توهین صریح. چرا اینقدر اذیت شده؟ 4 سال پیش مجله ویک، 2 مجله داره آمریکا به اسم نیوزویک و تایم، این 2 مجله که جهانیان، انگلیس هم یه مجله داره به اسم ویک، این کاریکاتوراشو رو جلدش میکشه. 4 سال پیش نماد رئیس جمهور آمریکا بهش میگن اموسام، یه کلاه سیلندری داره، ریش بزی داره، بهش میگن اموسام، رو جلدش اینو زده بود و گفته بود که کاخ در کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا از کابوس کی شبا بیدار میشه. 4 سال پیش ها، ببینید، رئیس جمهور آمریکا تو رخت خوابش شبا از کابوس حاج قاسم بیدار میشد. 4 سال پیش رئیس جمهور آمریکا، اینو مال انگلیسی هاست، روزنامه مجله ویک مال انگلیسی ها، The Week، ببینید با وحشت تو رخت خواب بلند شده، تو رخت خواب من چی میخوای؟ این که قرآن میفرماد باید کاری کنید این ائمه کفر رو به قتل برسونید، این کفار و منافقین در شما درشتی ببینن. وقلوز علیهم، وقلوز یعنی غلیظ، اون غلظت و شدت در شما ببینن. این اشداء و علل کفار رحما و بینهم، برای بعضیا برعکس دیگه، وقتی میرسن به کفار همچین قهقه میزنن، خوشحالن، بغلشون میکنن، به خودیا که میرسن مثل برج زهر مارن. اینا برعکس قلقشون، منافق اینجوریه، منافق به دشمنان که میرسه، به کفار که میرسه خوشحاله، به خودیا که میرسه عبوسه. وقلظ علیهم، در شما باید درشتی ببینن کفار، مشرکین، محکم، سخت درشتی ببینن. قاسم سلیمانی نفس کشیدنش روی زمین عذاب میداد آمریکایی‌ها، کفر رو عذاب میداد. لذا 3 ژانویه، یعنی 3 روز از اول سال میگذشت، زدن حاجی رو شهید کردن، مردم ریختن توی خیابون.
ایران، عراق، لبنان، کشورهای مختلف همه عزادار شدن. تاریخ استراتژیک ما تقسیم میشه به دو مرحله، قبل از شهادت حاج قاسم و بعد از شهادت حاج قاسم. تا قبل از شهادت حاج قاسم میگفتن آقا مردم دیگه از اسلام خسته شدن، مردم اسلام رو نمیخوان، مردم مدل های دینی رو نمیخوان، مردم کنسرت میخوان، میخوان برن تفریح کنن، مردم میخوان برن کنار سواحل لخت بشن، برهنه بشن، مردم اینن اونن. آقا چرا طرف مردم حرف میزنید؟ همونی که مانتوی بود، همونی که سر و وضعش یه جور دیگه بود، همون پسره که یه جور دیگه بود، بابا اون روز تو این راهپیمایی دیدید، تو مراسم تشییع جنازه دیدید، طرف کاری نداره با چپ و راست، کاری نداره با جناح‌های سیاسی. طرف میگه آقا من یه نفر رو قبول دارم به نام قاسم سلیمانی. حالا چی شد؟ این شد که امام صادق فرموده بود. امام صادق فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اینجوری باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر زبانتون. امثال عباسی میرن میگن که آیه اینه، حدیث اینه، اینجوری بشه اونجوری بشه، به زبانشون میگن. از این درک رفت بیرون، سوار شد رفت، معلوم نیست که این حرفایی رو که زده خودش بهش عمل کنه. هنگامی که به امام سجاد علیه السلام رسیدن و پرسیدن که آقا چی شد امام حسین رو اینجوری سر بریدن، 60 سال از عمر اسلام گذشته، پیامبری مدت بودن، حضرت زهرا بودن، امام علی بودن، امام حسن بودن، رسید به امام حسین ذبح کردن حضرت رو، 60 سال از عمر اسلام میگذشت، پسر پیغمبر رو اینجوری سر بریدن، چی شد؟ حضرت فرمود مردم در زمان ما 6 تا طبقه هن. زمان یزید که امام حسین شهید شد، شیرها، گرگها، روباها و سگها، خوک‌ها و بره‌ها. فرمود شیرها سیاستمداران شما هستند، همین باند یزیدینا، گرگ‌ها تجار شما هستند، وقتی می‌خرن مذمت می‌کنن می‌ذارن تو سر جنس، وقتی می‌فروشن دلا پهنا حساب می‌کنن، تبلیغ می‌کنن براش، مثل این آگهی‌های بازرگانی تلویزیون. فرمود سگ‌ها اون سازوکار رسانه‌ای که مردم از ترس زبان اونا بهشون احترام می‌ذارن، و فرمود روباها عالمان دینند که آنچه را که برای مردم توصیف می‌کنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. ما میریم پشت تریبون یه حرفایی می‌زنیم، معلوم نیست خودمون به این اعتقاد داشته باشیم، به لسانمون مردم رو دعوت می‌کنیم. اما امام صادق علیه السلام فرمود اینگونه باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون، با عملتون، کونو دعات الناس به غیر السنتکم. قاسم سلیمانی سخنرانی که نمی‌کرد، با عملش مردم رو دعوت می‌کرد. دیروز یک کلیپی رو می‌دیدم، یه سیلی که تو سیستان بلوچستان اومده اون جا رو آب برده، مردم خیلی تو مشقت و سختی‌اند. یه آقایی میگفتش که چرا مسئولین ما مثل قاسم سلیمانی غیرت ندارن بیان به مشکلات برسن. بچه من گفته پدر حاج قاسم نیست بیاد به داد ما برسه. چی شده توی روستای دور افتاده ذهنیت بچه اینه که حاج قاسم منجیه؟ همین حس رو اون بچه تو لبنان، تو سوریه، توی عراق و جای دیگه داره. وقتی برگر رو میگرفتن بالا مینوشتن، بعد از اینکه شهرشون آزاد مینوشت اون بچه شکرن یا حاج قاسم، یعنی آمدید ما رو نجات دادید از دست داعش. عمل کرده دیگه، ننشسته از اینجا سخنرانی کنه مثل سلبریتی ها بشینه. زلزله اومده، الان نشون بدیم ما خیلی هنرمند مردمی هستیم، یه پست سیاه بذاره بنویسه ایرانم تسلیت، ای مسئولین بی عرضه برید به کمک مردم برسید. خب تو مگه ورزشکار گردن کلوف با بازو استطاب نیستی؟ بلند شو برو بیل بزن. تو مگه سینماگر مدعی نیستی؟ بلند شو برو اونجا کمک مردم. این ماشین شاسی بلند تو بذار کنار، اون خونه تو بفروش، برو به درد مردم برس. ارد ناشنا میده، ولی ببینید کونو دعات الناس و غیر السنتکم. حضرت فرمود این چهارتا، شیرها، گرگها، روباها، سگها، و فرمود اون دو گروه که دریده میشن، خوکها و برها. خوکها توده جامعه هستن، تو جامعه یزیدی اکثر مردم خوک صفت بودن دیگه. فرمود اینا در نساد با حق و باطل مخنسن، خونسان، خونسا، به هیچ زشتی و فحشای دعوت نمیشن مگر اینکه استقبال میکنن بدو بدو میرن، بمیگن جامعه خوکی. فرمود طبقه ششم مؤمنینن، اینا برن، اونها پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشکنن.
جامعه خوکی. لذا امثال حاج قاسم عمل می کردن به آنچه که باید و این یک الگوی جدی بود. پس الان ما به یه پروژه رو برای هستیم به نام پروژه 2020. قراره در سال 2020 6 ماه اول جمهوری اسلامی کلن بپاشه. می گفتش که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. 41 ساله میخوان جمهوری اسلامی براندازی کنن. الان امسالم روش 15 روز اول که گذشت، اول حاج قاسم شهید شد، بعد انقلابی شد که مردم اومدن تو خیابون، بعد ایران به حسب انتقام سختی که باید میگرفت سیدی اولو میخواست بزنه. برای اولین بار همه کشورهای جهان آماده بودن یک کشوری با موشک بالستیک بزنه تو سر آمریکایی‌ها. خب یه تعدادی موشک ایران نقطه زن میان برد بالستیک شلیک کرد، دقیقاً زد تو تاسیسات آمریکایی‌ها. اولین جنرالی که در 50 سال گذشته ایستاده پشت بیسیم و برداشته یا زهرا و دستور داده اینا زدن تو تاسیسات آمریکایی‌ها، مقتدرانه سردار حاجی زاده پرده سوم بود. اقتدار تمام، هیمنه آمریکا شکست، آمریکا نتونست این موشک‌ها رو ردیابی کنه بزنه. 4 تا مجموعه عظیم تات سیستم ضد موشکی آمریکایی تو منطقه هست، یکی توی سعودیه، دامنی عظیمی داره که 12 میلیارد دلار قیمتشه، ده ها کیلومتر صد ها کیلومتر اینو پخشش میکنن، یه دونه توی قطر و امارات، یکی تو رژیم صهیونیستی که هم توی عراقه. همه این 4 تا سیستم میتونستن موشکا رو ردگیری کنن بزنن، هیچ کدومش نتونست. 12 میلیارد دلار قیمت این پروژه است، 4 تاش میشه 48 میلیارد دلار. دیدید وقتی خدا میخواد بزنه چه کار میکنه؟ خدا تو قرآنش فرموده به پیامبر که تو نزدی من زدم. همه دیدن پیامبر تیر کمونو کشید تیر رو زد، اما خدا تو قرآن میفرماد تو نزدی من زدم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدا زد، منتش بالاخره یه اتفاقی افتاد متاسفانه و هواپیمای اوکراینی منهدم شد، 160-170 نفر به شهادت رسیدن و دشمن اینو مبنا قرار داد که حالا نقش خود دشمن در این قضیه چی بوده که حالا انشالله روشن خواهد شد. اینو مبنا قرار داد برای براندازی نظام. شوک وارد شد به کشور. حاجی زاده مردانه آمد مسئولیت رو پذیرفت، در صورتی که ربطی نداشت اصلا به مجموعه ایشون، و همونطوری که مستحضرید ایشون اومد مردانه گفت آقا دیگران مقصر نیستن، سازمان هواپیمایی مقصر نیست، اونا تو جریان نبودن، مجموعه ما این هواپیما رو زده، من گردنم از مو باریکتر، هر چی قانون بگه. کاش میمردم این اتفاق نمیافتاد. این مدیر مردم. آقا یه جنرال جمهوری اسلامی زدید آمریکا رو نابود کردید، بریم طاق نصرت بزنیم اول اتوبان کرج، اول اتوبان قم، ملت برزیم اونجا، نیروهای مسلح ما دشمن آمریکا رو زدن، برگشتن آمدن گل بندازیم گردنشون. عزیزان، جوانان مؤمن انقلابی، خدا از سر تقصیرات مسئولین فرهنگی دفاع مقدس جمهوری اسلامی نگذره. ما 41 سال این همه پیروزی داشتیم، اول هیچ شهری طاق نصرتی نزدن و هیچ وقت از رزمندگان ما استقبال نکردن. 8 سال در دفاع مقدس جنگیدیم، وقتی قطعنامه پذیرفته شد بچه ها با افسردگی وارد شهرها شدن، ما نفهمیدیم که جنگ تموم شد. جلوی هیچ شهری، نه در تهران، نه در قم، نه در اصفهان، نه در شیراز، نه در تبریز، نه در مشهد، این مسئولین بی ارزه و بی خاصیت فرهنگی نکردن یه 1000 نفر مردم رو جمع کنن، خانواده ها رو جمع کنن. دیدی تو این فیلم های خارجی ها نظامی هاشون بر میگردن، مردم دو ستونه وای میسن، گل پرتاب میکنن، خانواده ها میرن سمت رزمندگان خودشون. آمریکایی‌ها غارتگرن تو دنیا. الان نیروهاشون که تو عراق و افغانستان هستن پخش زنده میکنه تلویزیون CNN، ببینید میرن با این کشتی‌ها وارد خاک آمریکا میشن، مردمو میبرن، مدارس رو تعطیل میکنن، دانشگاه رو تعطیل میکنن، ورزشگاه رو تعطیل میکنن، میبرن تو اسکله وای میسن، پرچم میدن، دستشون تکون میدن. آقا رزمندگان ما از عراق و افغانستان اومدن. بعد خانواده‌ها میرن مثلا سرباز خودشون و افسر خودشون رو بغل میکنن، بچه‌ها میدوئن تو بغل پدراشون، فیلم برداری میشه، چه تصاویر احساسی. ما فقط نشون میدیم که رزمندگان ما شهید شدن، خانوادهشون رو آوردیم بالا سر تابوتشون.
خدا از سر تقصیرات مسئولین بی عرضه فرهنگی جمهوری اسلامی نگذره. و این بی عرضه های بی شعوری که هزار بار بعد طاق نصرت میزدن برای محمد ناظری از هر عملیاتی که برمیگشت. و شما دیدید آقا آمریکا رو زدی، پایگاه عظیم عین الاسد آمریکا رو با موشک بالستیک زدی، باید میرفتی اول اتوبان کرج وای میستادی، 1,000,000 جمعیت رو میبردی، اینا رو روی ماشین میآوردن گل مینداختی گردنشون. آقا دمتون گرم، شما آمریکا رو زدید. اما چی شد؟ ما جنرال فرمانده ارشدمون رو آوردیم جلو دوربین تلویزیون، گفتیم عذرخواهی کن، عذرخواهی کن. اومد گفت مردم من مقصرم، کاش مرده بودم، این صحنه رو نمیدیدم، این اتفاق نمی افتاد، هواپیما رو ما زدیم. آبروی خودش رو خرج اسلام کرد. عزیزانی که موهاتون مثل من سفیده، یه موقعی آدم باید مالش رو فدای خدا کنه، یه موقع باید نفسش رو فدای خدا کنه. خدا این دوتا رو میخره. پارسال اینجا عرض کردم خدا مشتری است. آیه 111 سوره توبه میفرماد ان الله اشترى، خدا مشتری است. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمن میخره، از ناس نمیخره، از مردم نمیخره، فقط از مؤمن میخره. نفرموده ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. نفستون، جسم و جانتون و مالتون رو میخرم، به جاش بهشت رو بهتون میدم، چه بکشید چه کشته بشید. وعدن علیه حق قاف تورات و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که تو تورات و انجیل و قرآن همزمان آمده. بعد میفرماد به شهدا فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به شما با این فروشی که کردید. قاسم سلیمانی، بشارت باد با تو با این که خوب خودتو به خدا فروختی. هر وقت بچه‌ها این عکسا رو دیدید به یه چیزی فکر کنید، اینا خودشونو فروختن. این عکسایی که اینجا هست، هر وقت وارد این مسجد شدید تو محوطه بیرون عکس شهدا رو دیدید، یه لحظه جلوش بایستید، بعد به این به یه چشم یه خودفروش نگاه کنید. خودش رو فروخته به خدا، قیمتش خود خداست. بعد نگاه کنید به اونایی که خودشون رو مثل سلبریتی ها میفروشن به تعداد لایک و به سلفی و به اینجور حرفا. آدم ها سه جور خودشون رو میفروشن دیگه، خودشون رو میفروشن به خودشون، خودشون رو میفروشن به دیگران، خودشون رو میفروشن به خدا. کسی هنرمنده که خودشو میفروشه به خدا، کسی هنرمنده که خودشو میفروشه به خدا. فرموده مالتون و نفستون رو میخرم، ان الله اشترى، یعنی خدا مشتری است. ان الله اشترى مال و نفس رو میخره. اما عزیزان، از مسنها و پیرها غیر از مال و نفس آبرو میخره. ریشتو تو اسلام سفید کردی، تو انقلاب سفید کردی، یا آبرویی داری، یه اعتباری داری، این اعتبار رو باید فدای اسلام کنی، فدای ولایت کنی. موقعش که شد این آبرو رو بیار بذار وسط، مشکلات حل میشه. اونایی که ریششون رو توی اسلام سفید کرده بودن، اگر زمان امام علی علیه السلام می آمدن پشت سر حضرت، آبروشون رو میذاشتن، حضرت اینجوری مظلومانه در مسجد کوفه شهید نمیشد، حضرت زهرا اینجوری مظلومانه شهید نمیشد، امام حسین اینجوری مظلومانه شهید نمیشد، حضرت اینجوری به غیبت کبرا نمیرفت. اما یه باری کسی مثل قاسم سلیمانی مال و نفسش رو میفروشه به خدا، یه کسی مثل حاجی زاده آبروش رو میذاره توی طبق اخلاص میفروشه به خدا. اونایی که مثل من موهاشون سفید شده، ریش توی اسلام و انقلاب سفید کردیم، یه موقعی ماها نیان بیرون یه حرفی رو بزنیم، سکوت کنیم، هر فاجعه‌ای بر سر بشریت بیاد ما مقصریم. مثل اونایی که سکوت کردن تو صدر اسلام، هر بدبختی بر بشریت در این 1400 سال اومد، اینا مقصرن. لذا وقتی که قضیه بنزین مطرح شد و توطئه شروع شد، هر کی بگه کی بود کی بود، من نبودم، من که صبح بابا از خواب بیدار شدم جمعه، بعد دیدم تلویزیون اعلام کرد بنزین گرون شده، ای رئیس جمهور مملکت، رئیس 14-15 تا شورا میگه که من خواب بودم بیدار شدم دیدم که اینجوری شد. 7-8 روز بعد رئیس جمهور چی گفت؟ من خواب بودم بیدار شدم. منم مثل شما مردم. رهبری اینو میدونست. امروز که بنزین اعلام شد و همه چی به هم ریخت، مردم شلوغ کردن، فرداش رهبری درس خارجش بلند شد فرمود که این تصمیم رؤسای سه قوه بوده، همه خودشونو نگه دارن،
دو دسته نظر کارشناسی مثبت و منفی بوده. منم که تخصص در قضیه بنزین و نفت ندارم. صبر کنید، خویشتنداری کنید. آبروی خودش رو فدای نظام کرد تا مردم تو صحنه دچار مشکل نشن. فقط 106 تا شهر شلوغ شد، در هر شهری حدود 1400-500 نفر، جمع شده بود 170,000 نفر. یک هفته بیش از 100 نفر جانشون از دست دادن. در این خونهایی که ریخته شد مسئولین دولت مقصرن. آبروی نظام، همه چیز به هم ریخته بود. رهبری همون روز اول اومد آبروی خودش رو خرج اسلام کرد. مردم صبر کن. فردا صبح مردم دولت رو ول کردن، بعضی رفتن تو خیابونای تهران شعار علیه ایشون نوشتن. ایشون شد مقصر این قضیه. بعدم گفتن این گفته بزنید مردم رو بکشید. بعدم عدد دادم 1500 نفر کشته شده. رفتم گفتم مگه نمیگه 1500 نفر کشته شده؟ آقا شما یک دهمش، یعنی 150 نفرش رو با عکس و مشخصات، شما که از صبح تا شب دارید تو تلویزیونای اونور مرزا میگید آقا فلانی چلمشه، فلانی چلمشه، اینایی که چلم چلمشونه 150 تاشون، نه 1500 تاشون، یک دهمش رو چرا دروغ میگید؟ مگه نمیگید عصر رسانه است، هیچی رو نمیشه پنهان کرد؟ از این 1500 تا 150 تاش رو شما عکساشون رو خودشونو کشتن، رفتن بالا، اومدن پایین برای چلم. 14-15 تا رو عکساشون زدن، مراسماشون رو تبلیغ کردن، به 15-16 میرسید میرفتن سراغ ماجرای فتنه 88 و مواقع دیگه. اما رهبری رو گذاشتن سیبل، شروع کردن کوبیدن. آبروش رو اومد برای هزارمین بار خرج اسلام کرد. فتنه اخیر هم خیلی خطرناک بود، دیدید دیگه. امروز زور که آقای حاجی زاده اومد تو تلویزیون گفت ما مقصریم، 5 ساعت بعد جلو دانشگاه امیرکبیر 1000 نفر جمع شدن، سفیر انگلیس میدوندار بود. گرفتنش، خودشو خیس کرد، همین که دیروز فرار کرد از ایران رفت انگلیس. سفیر انگلیس مثل یک آدم عملیاتی کف صحنه اومده بود مملکتو بریزه به هم. این انگلیس خبیث جنایتکار. هیچی، حاجی زاده آبرویی که برای سپاه جمع شده بود به خاطر اینکه قاسم شهید شده بود، مردم گفتن این سپاهی بوده. آبرویی که سر قضیه زدن آمریکا، پایگاه آمریکا زده شده بود با موشک، همه این آبرویی که جمع شده بود اومد گفت ببینید ما کل اینو من خرج اسلام و ملت و ایران میکنم، من مقصرم. در صورتی که کسای دیگه مقصر بودن، حالا به موقعش معلوم. این عزیزان، پسران من، دختران من، زندگی انقلابی میخواد داشته باشید، یه جا باید با جانتون پای صحنه وارد بشید. مثل مختار دیر نرسید. مختار آدم خوبی بود، اما دیر رسید به کربلا. بعضیا با مالشون جهاد میکنن، بعضیا با نفسشون، بعضیا به موقعش با آبروشون. همین دو ماه دو بار دیدید، یه بار مقام معظم رهبری آبرو خودشو گذاشت، رئیس جمهور پاشو کشید کنار، یه هفته بعد اومد گفت بابا من خواب بودم بلند شدم دیدم. اون یکی رئیس قوه هم که گفتش که آقا من که دیگه مجلس داره تموم شد، دیگه مسئولیتی ندارم. وزیر نفتم که کلن زیرابی رفت گم شد، اون که تا دو روز قبلش میگفت اصلا کارت سوخت نمیاد و سهمیه بندی نمیشه. معاون اقتصادی دولتم که این گند زیر سرشه اصلا محو شده، هیچ. اما کی بود اومد خودشو گذاشت سیب فوشا رو خورد؟ شخص امام جمهور. کی این دفعه سر قضیه هواپیما اومد آبرو خودشو گذاشت؟ حاجی زاده. ولی دشمن چه کار کرد؟ شب اول جلو دانشگاه شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر یه 500 نفر 1000 نفر جمع کرد، بعدش اومد تو میدون آزادی 5-6000 نفر آورد توی صحنه. با 5-6000 نفر باید براندازی کنه. جامعه شناسی انقلاب ها میگه شما باید یک دهم جمعیت رو بیاری تو خیابون. ایران 82 میلیونه، باید 8,200,000 نفر بیاری تو خیابون. یک هفته آشوب بنزین، اینا 200,000 نفر نتونستن بیارن تو خیابون. 170,000 نفر رو بردن. 106 تا شهر شلوغ شد، هر شهری 1500 تا 1600 نفر شلوغ شده اومدن تو خیابون، جمعش میشه 178,000 نفر. اگر روندش کنیم بگیم 200,000 نفر اومده بود تو اون یک هفته تو خیابون در همه کشور، میشه 0.25% جمعیت کشور. یعنی 1% هم نمیشه، 0.25%، 0.25%. حالا بلند شدن پریشب یه سری سلبریتی که اونا گند زدن،
اونا بودن که بلند شدن پیش مرگ جریان بنفش شدن. اونا باید بیان پاسخ بدن این ناکارآمدی مجلس و دولت زیر سر اونا بود اومدن به مردم گفتن رأی بدید. حالا بلند شدن فراخوان میدن همراه سفیر انگلیس و تلویزیون وی او ای و بی بی سی فارسی و نمیدونم ایران اینترنشنال و هر چیز ضد انقلاب، یه سری رو میدیدن تو خیابون، یارو اول که میاد اول میره بالا عکس قاسمو میکنه میندازه پایین. کی نداری از قاسم سلیمانی؟ اول میاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه. خب دیگه چی؟ ما زیادی میخوام براندازی کنیم. با کمک کی؟ اربابت آمریکا. ببین 3-4 روز پیش همچین موشکای بالستیکی که حسن ترانی مقدم ساخته بود شاگردش حاجی زاده زد توی سر ارباب آمریکای شما. تو میخوای توی این مملکت براندازی کنی روزی که این محمد ناظری تخم و ترک منافقین رو شاگردانش آش و لاش میکردن توی مرساد، روزی که اینا میخواستن با ریگی براندازی کنن احمد مایده تو سیستان و بلوچستان فیتیل پیچشون میکرد، روزی که سوپر کماندوهاشون توی دریا توسط شاگردان محمد ناظری مثل بزغاله جلوش زانو میزدن، تو بچه مزلف کف خیابون تهران میخوای انقلاب اسلامی براندازی کنی؟ ارباب آمریکایی با موشک بالستیک جر و جر شد، تو رو هم تو این مملکت دفنت میکنیم تا دفعه دیگه دستت بالای عکس قاسم سلیمانی ها بلند نشه به حول قوه الهی. مسئولین بی کفایت و کت خدا پرست چنان رو دادن به ضد انقلاب، چنان رو دادن به آمریکا، چنان رو دادن به انگلیس که میاد کف خیابونه تهران صحنه‌گردانی تظاهرات میکنه. سازمان مسعود رجوی 17,000 شهید رو دست ما گذاشت. اگر مرد بودن دست به اسلحه میبردن دیدن چجوری باشون برخورد کردیم. جوان فیلم سینمایی تعریف نمی کنم براتون، 64 تا هواپیما از ما دزدیدن. کف اون هواپیماها رهایی گروگان شد، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه شهید می کردن، امام جمعه شهید می کردن، تو همین سراح آذری اتوبوس دو طبقه آتیش می زدن، خونه تیمی داشتن، همینایی که الان تو فرانسه و جاهای دیگه هستن سازمان منافقین. جوان در روی کره زمین تنها کسی که تونسته آمریکایی‌ها رو بگیره جلوش زانو بزنن، در یه بار، دو بار، سه بار توی دریا فقط ایرانی‌ها هستن. جوان تنها کشوری که توانسته هواپیمای آمریکا رو بالای 40,000 پا گلوبال هاک رو بزنه بندازه امسال دیدید. تنها کشوری که تونسته موشک بالستیک تو پایگاه نظامی آمریکایی‌ها بزنه همین هفته گذشته دیدید. آمریکا، انگلیس، اصلاح طلبا و منافقا باید بیان این پیروزی رو کاری کنن فراموش بشه. ما کماندو آمریکایی گرفتیم؟ نه. ما گلوبال هاک رو زدیم آوردیم پایین؟ اینجوری نیست. ما موشک بالستیک زدیم تو پایگاه آمریکایی‌ها هیچ غلطی نتونستن بکنن؟ آمریکا چیکار باید بکنه تا این فراموش بشه؟ انگلیس چیکار باید بکنه تا این فراموش بشه؟ رژیم صهیونیستی چیکار باید بکنه تا این فراموش بشه؟ سازمان مسعود رجوی و همچنین اون رب پهلوی سلطنت طلبا چه باید بکنن تا این فراموش بشه؟ به یه ملتی اقتدار داده شده، ایرانی که روسیه نیست، چین نیست، ژاپن نیست، آلمان نیست، فرانسه نیست. جوان آلمانی که بنزشو میبینی 60 خورده سال گرفتن اشغالش کردن، 38,000 نیروی آمریکایی اونجاست، 42 میلیارد دلار بودجه نظامیش رو میده به آمریکا تا آمریکا ازش در مقابل روسیه دفاع کنه. ژاپنی که شما سونیش رو میبینی، ژاپن بعد از اینکه با بمب اتم گرفتنش 60 خورده سال پیش توی جزیره اوکیناواش 40,000 سرباز آمریکایی است، کشور ژاپن اشغال اوناست، 30-40 میلیارد دلار بودجه نظامی سالانه‌شو باید بده به اونا، اون ازش دفاع کنه. حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. آلمان حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. آلمانی میتونه آمریکایی بگیره، ژاپنی میتونه آمریکایی بگیره،
چینیه میتونه آمریکایی بگیره، روسه میتونه آمریکایی بگیره، پوتین میاد اینجا اینجوری میلرزه. اینطوری نیست که فکرشو بکنی. حالا یه ملتی کماندو آمریکایی رو گرفته، موشک به پایگاهش زده، هواپیماشون بالا زده انداخته، آرکیوشو گرفته نشونده زمین، از روش کپی کرده ساخته، در سوریه شکستشون داده، در عراق شکستشون داده، در لبنان شکستشون داده، در فلسطین شکستشون داده، در یمن شکستشون داده، باید بیان قاسم رو بزنن شهید کنن. اما کور خونده فکر کرد بعد از قاسم دیگه تمام شد، تازه داره حاجی زاده معرفی میشه. پس پروژه 2020 با ترور حاج قاسم شروع شد. بعد از شهادت ایشون یه دفعه یک انقلاب عظیم معین شد، عمق ایدئولوژیک جمهوری اسلامی معلوم شد که جمهوری اسلامی دریاش چقدر عمق داره، در قلب این مردم اعتقادات این مردم به شهدا، به انسانهای بزرگ چقدره. بلافاصله بعد از این مرحله زدن پایگاه آمریکایی‌ها شروع شد و این ماجرا رخ داد و 3-4 روز خیابونه تهران شلوغ کردن. ما یک وضعیت خاصی داریم عزیزان در طول دوره سی و پنج روز آینده تا انتخابات مجلس. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا برجام رو نابود کردن، رفت سه شنبه همینطوری که شنیدید دو روز پیش. فرانسه، انگلیس و آلمان پرونده ایران رو فرستادن شورای امنیت سازمان ملل و مکانیزم ماشه شروع شد. خب همونطوری که میدونید پارسال ترامپ پاره کرد برجام رو، گفت قبول نیست، اون برجام اوباما بوده، باید بیاد برای برجام من با من مذاکره کنید. اون هسته ای رو ازتون گرفت، من موشکی و منطقه ای رو ازتون میگیرم. اتحادیه اروپا گفت ما با آمریکا مخالفیم تو این قضیه، ما تو برجام میمونیم، ایران از برجام نره بیرون. قرار شد ایران از برجام نره بیرون، اینا یه کانال مالی درست کنن به اسم اینستاکس، ایران نفت بفروشه پولش تو اون کاناله بره اروپا، دارو و تجهیزات بیاد. یک سال و نیم ما رو گذاشتن سر کار، یک سال و نیم. بعد که به تعهداتشون عمل نکردن، ایران رفت گفت سازمان ملل، این آمریکا که پاره کرده، تحریما رو برنداشته، تحریمای جدید وضع کرده، اینم اروپا که ما رو یک سال و نیم گذاشته سر کار، ما میخوایم دوباره هسته‌ای رو فعالیتش رو شروع کنیم. قدم اول دومو برداشتیم، اینا گفتن اگه این کارو بکنید مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم. مکانیزم ماشه چیه؟ میگه که ایران برجام رو نقض کرده، چون برجام رو نقض کرده پرونده ایران باید بره شورای امنیت، اولا اتوماتیک همه تحریم‌های سازمان ملل برگرده. حالا توی این مدت کلی تحریم جدیدم وضع شده ها، مثل تحریم کاتسا و اینا. دوم، اگر ایران بره جلوتر ما باید به ایران حمله کنیم، ایران داره ذیل بند 7 منشور ملل متحد، خطرناکه برای دنیا، قوانین بین المللی گذاشته زیر پا، قطعنامه 2231 که در قضیه برجام اومد امضا کرد و گذاشته زیر پا، باید به ایران حمله کرد. آقای ظریف گم شد، آقای عراقچی گم شد، آقای صالحی گم شد، این بلبل زبونا بودن میون میرفت تو مجلس قسم جلاله میخوردین. آقای صالحی ببینید هسته ای رفت، میگفتن برد 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 برد، این از این هسته ای رفت، تحریم ها که بر نگشت که آب خوردنم حل بشه هیچ. بدتر از همه میدونید چه اتفاقی افتاده؟ تحریم های جدیدی وضع شد، یه سری تحریم هم تو راهه. این از دومیش. سومیش اینه که اون موقع اگر تحریم بودیم 6 سال پیش تحریم بودیم ولی هسته ای رو داشتیم، یقمون هم دست دشمن نبود. الان تحریم ها چند برابر شده، 6 سال هم هست تو هسته ای عقب موندیم، یقمون هم دست سازمان ملل. اروپا و آمریکا رفتن کنار، سازمان ملل میگه بیا ببینم، وایستو ببینم، قطعنامه‌های شورای امنیت رو میذاری زیر پا، قطعنامه 2231 که برای برجام تصویب شده رو گشتی زیر پا، مکانیزم ماشه چطور اتوماتیک اسلحه شلیک میکنه، اتوماتیک پرونده ما رفت شورای امنیت روز سه‌شنبه. برجام که مرده بود بعد از اینکه آمریکا پارش کرد، بر جسد متعفنش اروپایی‌ها 3 تا گلوله شلیک کردن تو مغز برجام و نابودش کردن. این تا
تاوان اعتماد به کت خدا و پشت گردن به خداست جوانا. این درس سیاست. جوانان عزیز، خدا رحمت کنه صنایع غزنوی رو. میفرمود چند صد سال پیش، میفرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است. کت خدا را رها کن، بچسب به خدا، کسی که پشت کنه به خدا. مثل مسئولین دولت ما که پشت کردن به خدا، رفتن با کت خدا بستن، گفتن اون کت خدای عالم همه چی رو حل میکنیم. امروز آمریکا ویزا به آقای ظریف نمیده که آقای ظریف برای اجلاس سازمان ملل بره نیویورک. اینا میخواستن پاسپورت همه ما رو ارزشمند کنن، همه جا پاسپورتمون ارزش داشته باشه، خودشون هم دیگه راه نمیدن توی سازمان ملل. میدونید چرا؟ چون فرقشون با قاسم این بود که قاسم خدا رو برای خودش بس میدونست. الیس الله بکافن عبده. خدا برای انسان کفایت میکنه، برای بنده خدا خدا کفایت میکنه. عزیزان مراقب باشید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدمت یکی از بزرگان، علما، مراجع، عرفای بزرگ در قم بودیم 20 سال پیش. یک کسی عرض کرد که آقا درس توحید ما رو کامل کنید. ایشون فرمود نماز میخونید. خب همه تعجب کردن دیگه، آره خب ما نماز میخونیم. گفت نه، واقعا معنی ایاک نعبد فقط تو رو بندگی و پرستش میکنیم و ایاک نستعین و در این راه فقط از تو استعانت میخوایم. معنی اینو میدونید؟ همه یه ذره فکر کردن. در طول روز نمیشه شما از کسی دیگه استعانت نخواهید. دیدیم ای وای، از صبح که بلند شدیم از همه استعانت خواستیم. مؤمنی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من تو رو میپرستم و فقط از تو استعانت میخوام، بلند میشه بره از کت خدا استعانت بخواد. قاسم سلیمانی ایاک نستعینش درست بود. میگن آقا برو پیش نماز مسجد حمد و سورت رو درست کنه. قاسم سلیمانی رفته بود پیش ولی امر مسلمین، ایاک نستعینش رو درست کرده بود. فرق قاسم سلیمانی با آقای دکتر ظریف در اینه که آقای دکتر ظریف تربیت شده دانشگاه‌های غرب بود، دانشگاه آمریکا، و باور داشت در دیپلماسی به استعانت غرب. میگفت امضای کری تضمینه. قاسم سلیمانی میگفت امضای حضرت حجت تضمینه. این فرق انسان‌های اینجوری. ما دوست داریم آقای ظریف رو. خدا میدونه این مسئولینی که ما نقدشون میکنیم، خدا میدونه برای آخرتشون ما نقدشون میکنیم، نگران آخرتشون. اما جوان عزیز، حمد و سورت رو درست کردی توی حمدت یادت باشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط خدا رو میپرستیم و فقط از خدا استعانت میخوایم. خب پرونده ما رفته سازمان ملل، 35 روز تا انتخابات داریم. آمریکایی‌ها میخوان تو این مدت پرونده رو تو شورای امنیت مطرح کنن، فشار بیارن به ایران، ناراحتن از انتخابات آینده. در 10 روز گذشته مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا رو که ما رصد میکنیم تو مرکزمون، مدام دارن میگن یک ماه و نیم دیگه در ایران مجلسی میاد که این مجلس نزدیک به آمریکا و غرب نیست. پیش بینی کردن مجلس دیگه لیبرال‌ها توش نخواهم بود و هشدار دادن به ترامپ، همه مرکز مطالعات استراتژیکشون، که 500 روز دیگه دولتی سر کار میاد که این دولت هم غرب‌گرا نخواهد بود و این مجلس و این دولت بیاد سر کار 10 سال طول میکشه دوباره غرب‌گراها برگردن تو ایران به قدرت و تو این 10 سال اینها کل منطقه رو میگیرن، تمدن اسلامی شکل میدن. این که عرض میکنم انستیتو بروکینز، انستیتو امریکن انترپرایز اینستیتیوت، هاتسون، کاتو، رند، سابان سنتر، همه کارشناسای مراکزشون دارن میگن ترامپ بجنب، انگلیس بجنب، این مجلسه داره از دست میره، این دولت هم داره از دست میره.
و 10 سال طول میکشه دوباره جریان لیبرال برگرده به قدرت و تو این 10 سال دیگه اینا نمیان پای میز مذاکره. برای اینکه بکشیشون پای میز مذاکره باید کلی بری امتیاز بدی. لذا باید منتظر اتفاقاتی مثل این 15 روز گذشته بود. 4 تا اتفاق: شهادت قاسم، اون تشییع پیکر ایشون، حمله موشکی ایران و انهدام هواپیمای اوکراینی و بعدش ریختن تو خیابون کسانی که میخوان براندازی کنن به قول خودشون. نه، اعتراض به کشته شدن کسی ندارن. اینا بهانه میخوان جور کنن، بیا میگن ما بیشماریم، براندازی نظام. ما هم تعارف نداریم دیگه. من اصلا الان اینکه آقا یه کسانی من بله همه باید اعتراض کنم، که هر شک نداریم. اما اینکه کسی میگه آقا بنزین گرون شده، حکومت جمهوری اسلامی باید عوض بشه، هواپیما سقوط کرده، حکومت باید عوض بشه، کسی که اینجوری فکر میکنه اصلا دنبال مسئله قیمت بنزین و دنبال مسئله نمیدونم هواپیما و مسافرای هواپیما نبوده. شوخی که نداریم. اون میخواد براندازی کنه، خودش هم میگه ما بیشماری، ما براندازیم. خب باشه، تو بیشماری، براندازی دیدی، ما زیر تابوت قاسممون چقدر آدم اومده بود، هر وقت نتونستی آدم بیاری تو خیابون به براندازی کن. نظام ما در پروژه 2020 با یک خطراتی روبرو هستیم که دارن تلاش میکنن هر طوری شده انتخابات مثلا به تعویق بیفته. دارن میگن سازمان ملل باید بیاد انتخابات رو نظارت کنه. شورای نگهبان چرا رد صلاحیت کرده افراد مثلا مسئله دار رو؟ بحثی که دیروز بین شورای نگهبان و رئیس جمهور مطرح شد، دشمن اینا رو خیلی خوشحال بهش میپردازه، میگه اختلافات جدی شد. الان اتفاقاتی که افتاده اتفاقات بسیار بسیار حساسیه. ما 35 روز بسیار حساس در پیش داریم تا دوم اسفند که انشالله انتخابات برگزار بشه پرشور، هم دهه فجر انشالله پرشور برگزار بشه، هم انتخابات برگزار بشه پرشور. سال قبل این موقع وقتی پیشبینی میکردیم انشالله قوه قضاییه تغییرات شروع بشه، قوه قضاییه امید در مردم ایجاد کنه، آمدن آیت الله رئیسی و اصلاحات اولیه‌ای که انجام شد و یه مقدار برخورد اولیه با مفسدین شروع شد، امید تو دل مردم زیاد شد. مردم با وجودی که هنوز اتفاقی دو قوه قضاییه نیفتاده بود، مردم خوشبین شدن. 67% تو نظرسنجی های 4 ماه پیش قوه قضاییه محبوبیتش رفته بود بالا. 67%. انشالله سال دیگه این موقع مجلسی باید باشه، مؤمن، انقلابی، توانمند، دست پاک، که 67% در مردم امید ایجاد کرده باشه برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی که حضرت آقا فرموده دولت مؤمن جوان انقلابی سر کار بیاد. عزیزان، برای این اتفاقات دولت برنامه‌ریزی آمریکا برنامه‌ریزی جدی داره. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی گفتن 6 ماه اول به اصطلاح سال 2020 یعنی زمستون و بهار آینده ایران میپاشه. 15 روز اول دیدید چه جوری شروع شد. انشالله از این گردنه هم عبور خواهیم کرد و مسئله منتفی خواهد شد، جای نگرانی نیست. باید هوشیار باشیم. من 2 تا پرده از بحثم مونده، طولانی شده، عذرخواهی میکنم، حیف اینا رو نگم. یکی ماجرای زدن هواپیمای مسافربریه. عزیزان، وقتی 3-3 اعلام میشه، وضعیت 3-3 یعنی ما درگیر جنگیم. درگیر جنگیم یعنی آقا ما داریم از کرمانشاه موشک میزنیم توی عراق به پایگاه آمریکا، اما آمریکا دور و بر ما تو 360 درجه در همه کشورها پایگاه داره. ممکن از افغانستان حمله کنه، ممکن از پاکستان حمله کنه، ممکن از کشور عمان و قطر و امارات حمله کنه، ممکن نیروی دریاییش حمله کنه، از همه طرف هواپیما موشکاش بیان. همه کشور آماده باش. 3-3 یعنی کل ارتش آماده باش، کل سپاه آماده باش، نیروی انتظامی آماده باش، استانداری آماده باش. وقتی که 3-3 اعلام میشه، مثلا وقتی به سازمان هواپیمایی میگن سازمان هواپیمایی دیگه هیچ هواپیمایی از بیرون نیاد داخل، چون الان که شروع کردیم موشک زدن ممکنه آمریکا هواپیماش بیان به ما حمله کنن، بعد معلوم باشه این هواپیما هواپیمای آمریکاست داره میاد، این موشک موشک آمریکاست، پدافند هوایی بزنش. هیچ هواپیمایی هم از داخل نباید بلند شه بره بیرون، قاطی میشه با موشک و هواپیماها کمینی که شد. اصطلاحا میگن آسمون باید کلیر باشه. متاسفانه ما در طول 30 سال گذشته بارها دیدیم که آسمان کلیر نکردن و چند بار تا الان اتفاق افتاده. درسته آقای حاجزاده مسئولیت رو گردن گرفت، اما مسئولیت کلیر کردن آسمان گردن کی بوده؟ شورای امنیت ملی باید اعلام میکرده آقا هیچ هواپیمایی بلند نشه، هیچ هواپیمایی نشینه، میخواد موشک بزنیم. آمریکا از این ور شروع کرد زدن،
از این ور باید ارتش و سپاه بزنن، از او ور زد. حالا به این بنده خودم گفتن کنار فرودگاه که آقا شما اینجا باشی بتون اطلاع دادن، میدونید دیگه هیچ هواپیمای بلند نمیشه دیگه، هر چی اومد یا هواپیمای دشمنه یا موشک دشمنه. بهشم اطلاع دادن گفتن کروز داره میاد. کی گفته هواپیمای اوکراینی بلند شه؟ با اجازه کی بلند شده؟ کشور درگیر جنگ، نه با عراق، با آمریکا. بهش میزنی آبروش تو دنیا میره، سری باید جواب بده. ای 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 آسمون همینجوری ریلکس. اصلا باور نمیکنیم داریم با آمریکا میجنگیم. چقدر مردم ما و مسئولین ما آمریکا رو دست کم میگیرن. هر چی میگی جوونا به خدا ما آمریکا رو گرفتیم، کماندوهاش جلو پامون بودن، کسی قبول نمیکنه. هواپیماشو زدی برای مردم. اینقدر مردم نظرشون بلند، آمریکا رو ریز میبینن. بابا بی خیال، این موشک داریم میزنیم تو آمریکا. ایران ریلکسه، پرواز کن هواپیمای اوکراینی. بنده خدا وظیفه‌شو انجام داده. بالاخره به او گفتن الان وضعیت 3-3، هر چی اومد بزن. هواپیمام موشک دشمنه، موشک کروز داره. بنده خدا زده، باید بری تشویقش کنی. آقای حاجی زاده و اون افسر قبضه‌ای که این موشک رو شلیک کرده تو نیروی هوافضا، باید بری دوتاشون رو تشویق کنی. اما هیچی، آمدن گردن گرفتن ما مقصری. 1371، 19 بهمن، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامیه که همافرا خدمت امام رفته بودن توی روز انقلاب و سلام نظامی داده بودن، اون عکس معروفی که دیدید. هر سال 19 بهمن نیروی هوایی ارتش میره خدمت حضرت آقا. پرنده هاشون پرواز میکنن، هواپیما هاشون تمرین میکنن یه دو سه ساعتی، که روز 22 بهمن میان رژه هوایی میرن. همه که اون پایین تو میدون آزادی رژه برن، اینا هم اون بالا رژه میرن. دوستان قدیمی تر یادشونه روز 19 بهمن یک هواپیمای سخوی 24 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی خورد زیر شکم یک هواپیمای مسافربری توپولوف 154 ایران ایرتور و 130 خورده مسافر شهید شد. خلبان و کمک خلبان هواپیما هم شهید شد. آقا میگن از ساعت 9 صبح تا 11 صبح هیچ هواپیمایی پرواز نکنه، چون قرار مانور هوایی بشه، اینا میخوان پشتکوارو بزنن تو آسمان. آسمانو کلیر نکرده بودن، هواپیما مسافربری بلند شد، هواپیمای ارتش داشت پشتکوارو میزد تو آسمان، زد، همه کشته شد، شهید شد. شنیدید آمریکا هواپیما مسافربری ما رو زده توی تنگه هرمز. تنگه هرمز باریکه دیگه، هواپیما از بندر عباس بلند میشه بخواد بره بشینه تو دبی، بلند شد فوری باید بشینه، نمیتونه خیلی ارتفاع بره بالا، فاصله کمه دیگه، این طرف تنگه هرمز اون برای تنگه هرمز. ناو وینسنز اومده بود تو آبهای ما، با نیروی دریایی سپاه درگیر شده بود، هلیکوپتراشو فرستاده بود بالای سر قایقای نیروی دریایی، زد و خورد، بزن و دنگ و گریز و از این ور برو از این ور برو. ناوم که سرعتش کند بود اومده بود تو آبهای ما، هلیکوپتراشون هم پشت سر قایقای ما، قایقای ما هم با جنگ چریکی و جنگ و گریز سعی میکردن اینا رو مزاحمشون بشن، اینا نیان جلوتر تو آبهای ما نزدیک جزیره لارک و هرمز. اطلاع داده بودن به پایگاه دریایی که آقا ما با آمریکایی‌ها درگیر شدیم. وقتی اطلاع میدن استانداری‌های معاونتی دارن به نام معاونت انتظامی امنیتی. اون معاونت کارش اینه سریع وقتی بهش گفتن آقا جنگ شده، درگیر شدن تو دریا، او باید به همه سازمان‌های غیر نظامی بگه آقا الان اوضاع 3-3، جنگ شده، هیچ هواپیمای بلند نشه، هیچ کشتی تجاری نره دریا، هیچ قایق ماهیگیری نره، همه آماده باشید، مردم آماده باش، جنگ شده، الان 10 کیلومتر تو دریا جلوتر جنگه. یکی از کسایی که الان وزیره تو این دولت، اون موقع استاندار هرمزگان بود. متاسفانه وقتی که اطلاع میدن آقا ما با آمریکا یا درگیریم، داریم زد و خورد میکنیم، جنگ و گریزه و اینا تو دریا، اینا هم ریلکس کار خودشونو میکردن. هواپیما مسافربری اون ایرباس مسافرها رو سوار میکنه، بلند میشه، تیکاف میکنه، راه میفته بره دبی، میره از بالای اونجایی که زد و خورد بوده، گل و موشک شلیک میکردن، رد میشه. آمریکایی‌ها میزنن هواپیما رو میندازن، 290 نفر شهید شد. این از خباثت آمریکا کم نمیکنه. اما کی گفت هواپیما بلند بشه وقتی ما درگیر شدیم؟ مثلا جدی نمیگیرن بعضیا توی ستادهای مربوطه، نه توی مثلا وزارت کشور اونجا، نه توی استانداری و معاونت انتظامی امنیتی، نه توی رده بالاتر شورای عالی امنیت ملی. آقا در ماجرای هواپیمای مسافربری سال 1167 آخر جنگ در بندر عباس، در هواپیمای مسافربری 1171 در همین بالای مهرآباد، در
1198 امسال در هواپیمای بوئینگ اوکراینی. آقا چرا تو این مملکت آسمان رو وقتی بحران جدیه کلیر نمی‌کنن؟ این مرضه دست کیه؟ کی مقصره؟ کی مقصره؟ آقا میگن ناکارآمدی بالا جمهوری اسلامی بود. بابا اینی که من برای شما که تخصص هوانوردی و فضایی و اینجور چیزا ندارید توی یک دقیقه توضیح دادم، عقل میبینید که میگه آقا وقتی دارید جرگیر میشه با آمریکا باید آسمان رو کلیر کنی، وقتی میخوای هواپیما بلند شن پشتک وارو بزنن مانوف کنن هواپیما مسافربری نباید بلند بشه، همه اینا رو عقل میگه. بعد من نمیفهمم چرا ما هی باید از یه سوراخ 10 بار گزیده بشیم، بعد جنرال ما بلند شه بیاد جلو دوربین بیسته بگه ببخشید مردم، آ گردن من از مبارکتر، هر چی قانون بگه من عمل میکنم. او گفت اما ما توی تریبون تک تک مردم رو توجیه میکنیم به این که یک کسانی وظایف خودشون انجام نمیدن، بعد پررو میان میشینن توی تلویزیون نگاه تو چشم مردم میکنن، برای همه تنگ تکلیف میکنند. آقا وظیفه تو انجام بده. صد و خورده ای نفر انسان بیگناه جانشون از دست رفت، شهید شدن، آبروی نظام رفت. چرا پیروزی مسلم این ملت در تشییع پیکر حاج قاسم و پیروزی مسلم این ملت در زدن تو دهن آمریکا تو پایگاه عین الاسد جوری شد که اون فرماندهان آمدن تو خیابون، مردم بهشون، بعضی از این ضد انقلاب آمدن بهشون توهین کردن، عکساشونو پاره کردن، جسارت کردن، خباثت ها در موردشون شد، بعد عذرخواهی کردند. تو خیابونای تهران دارن بهشون فوش میدن، اونا تو سیستان بلوچستان تا کمر تو گلن دارن امداد رسانی میکنن. کی این کارو کرد؟ اون مقام دولتی، اون مقام مسئولی که داره کوتاهی میکنه تو کار خودش. اینه این قضیه هواپیما و کلیر نکردن آسمان، این سابقه داره تو ایران، بالاخره باید حل بشه این موضوع. نکته دوم و نکته آخر اینه که عزیزان در سالگرد کربلای پنج هستیم. پارسال اینجا عرض کردم، باز تکرار میکنم، اینقدر تکرار میکنم تا جا بیفته. جوانان عزیز، قرن بیستم سه تا جنگ عظیم توش بوده، سه تا نبرد عظیم. نبرد نورماندی، نبردی که در جنگ جهانی دوم حمله کردن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و متفقین، آلمان رو از سواحل فرانسه و بلژیک دور کردن، بردن تا آلمان، آلمان شکست خورد. به میگن نبرد نورماندی. این بزرگترین عملیاتی بوده که در جنگ جهانی دوم انجام شد، نبرد پیروزی. نبرد دوم بعد از جنگ جهانی دوم در ویتنام بود، موسوم به نبرد دی ام بی ام فو بین جنرال جیاب با نیروهای فرانسوی. قبل اینکه آمریکایی‌ها برن تو ویتنام، فرانسوی‌ها تو ویتنام بودن. اون نبرد عظیم، بسیار نبرد عجیبی بوده، نبرد دی ام بی ام فو. موقعی که توی دانشگاه‌های نظامی من این نبرد ها رو درس می دادم، واقعا حیرت انگیز عظمت نبرد دی ام بی ام فو. ده بیست سال بعد از نبرد دی ام بی ام فو، بیست خورده سال بعدش، نبرد کربلای پنج انجام شد. کربلای پنج از نظر وسعت منطقه از اونا کوچکتر بوده، اما از نظر تراکم نیروی انسانی و فشار نظامی از همه اونا بالاتر بوده. 45 روز دو تا ارتش پرقدرت چنان با هم دیگه در افتاده بودن که بی نظیر بوده در تاریخ نظامی جهان. کربلای پنج مهمترین عملیات نظامی قرن بیستمه که رتبه یک رو داره، بعدش دی ان بی ان فو ویتنامی هاست، بعدش نورماندی آمریکایی‌ها در اروپاست در جنگ جهانی دوم. متاسفانه هنوز فیلم سینمایی برای کربلای پنج ساخته نشده، چون انقدر وسعتش عظیمه هر کارگردانی نمیتونه انجامش بده. در اون عملیات عظیم امثال قاسم سلیمانی آب دیده شدن برای امروز. این روزا که در دیماه، اواخر دیماه، یاد شهدای کربلای پنج رو گرامی میداریم، شما جوونا یادتون باشه مهمترین و بزرگترین و پیچیده ترین عملیات دفاع مقدس عملیات کربلای پنج بوده و این از عملیات نورماندی و از عملیات دی ام بی ام فو به مراتب جدی تر بوده. جای جای این عملیات دست خدا دیده میشه، اراده الهی در لحظه لحظه این عملیات دیده میشه. انشالله خدا توفیق بده که اینها رو بشه تدوین کنیم، تبیین کنیم، فیلماش ساخته بشه، شماها بتونید بهتر بشناسید. اما وقتی جلوی تمثال مبارک شهدای کربلای 4 و 5 قرار میگیرید، یادتون باشه اینا پا
پایه یک ساختار نظامی رو در ایران گذاشتن که امروز اثراتش رو ملت سوریه و عراق و یمن و جای دیگه دارن میبینن. اونجا نیروهای ما آب دیده شدن که امروز این پیروزی ها رو رقم میزنن. آینده روشن عزیزان، نگران آینده نباشیم، فقط هوشیار باشیم. دشمن همه ترفندهایی که داره به حول قوه الهی اینها خونسا خواهد شد. دعای ویژه داریم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر این مردم شریف. هنگام ظهور حضرت چشم این مردم شریف به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام بدار. منت بگذار خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. منت بگذار بر این بنده حقیر در زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. منت بگذار این عزیزان حاضر در جلسه در نماز پیروزی قدس پشت سر حضرت حضور داشته باشن انشاءالله. خدایا این عزیزانی که اینجا هستن، خانواده شهدا، رفتگانشون، همه مردم این منطقه، اینا رو خدایا کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. به نبی و آله صلوات.